پرگوهر. ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدا، آینده ما نیکو جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. خانم ها، آقایان، اعضای محترم مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران و شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه در سراسر ایران و خارج ایران، خدمت همگی شما سلام عرض میکنم. من اسماعیل نوری‌الله هستم و خوشحالم که یک بار دیگه از طرف شورای مدیریت مهستان انتخاب شدم که برنامه امروز مهستان رو در 4 خرداد 1399 و 25 ماه مه 2020 مدیریت کنم. قبل از شروع برنامه لازمه که به اطلاع اعضای محترم مهستان برسونم که از این به بعد ما سه‌شنبه های هر هفته یک جلسه داخلی مهستان رو هم خواهیم داشت تا بتونیم در مورد مهستان و فعالیت‌های اون با هم رایزنی بیشتری داشته باشیم. سه‌شنبه‌ها معمولاً جلسه شورای مدیریت مهستانه، اما تصمیم گرفته شده که در این جلسات همه اعضای مهستان بتونن شرکت بکنن، اما هر وقت که وقت رأی‌گیری شد کسانی که عضو شورای مدیریت مهستان هستند رأی خواهند داد. یعنی که به این ترتیب مهستان 2 برنامه در هفته خواهد داشت. یک برنامهش از روی رسانه ها پخش نمیشه که سه‌شنبه ها باشه و یک شنبه هاش جلسات علنی بحث و گفتگو رو خواهیم داشت. به هر حال همینطور که در مورد روزهای یک شنبه همه آزاد هستند که یا از در جلسات مهستان شرکت بکنن و یا از طریق رسانه ها به جریان نشست ها گوش بکنن اشراف داشته باشن، در مورد سه‌شنبه ها هم هر کس که از اعضای مهستان دلش بخواد میتونه شرکت بکنه و دعوتنامه برای هر دوی این جلسات هم برای همه اعضای عرض کنم که مهستان ارسال خواهد شد.
عرض کنم که میپردازیم به برنامه امروز. مهمان امروز برنامه ما یکی از یاران همیشگی جنبش سکولار دموکراسی بودند و هنگامی که کنگره پنجم سکولار دموکرات ها در شهر کلن آلمان برگزار میشد، ایشون رئیس کمیته محلی برگزاری کنگره هم بودند. همون کنگره‌ای که در واقع پیشنهاد تشکیل مهستان درش مطرح شد و به تصویب رسید. ایشون یعنی آقای علی اصغر سریمی، بهشون خوش آمد میگم. در معرفی ایشون خودشون رو همیشه به سادگی فعال سیاسی و کارشناس اقتصادی معرفی میکنه. اجازه بدید از همین کارشناس اقتصادی آغاز بکنم و بگویم که ایشون در دانشگاه تهران اول و بعد در دانشگاه شهر بن آلمان اقتصاد خوندن و پس از پایان تحصیلاتشون با درجه کارشناسی ارشد کارهای پژوهشیشون رو به خصوص در زمینه اقتصاد دولتی با تکیه بر مسئله بودجه و خزانه پی گرفتن. در این زمینه بسیاری از شما با چهره ایشون در مسابقه‌های متعدد تلویزیونی از جمله برنامه هفتگیشون در تلویزیون میهن آشنا هستید. در مورد فعالیت‌های سیاسی ایشون هم باید بگم که ایشون از آغاز دهه 50 در امور فکری و فرهنگی و سیاسی فعال بودند و به خصوص در این دو دهه اخیر گردهمایی‌ها و کنفرانس‌ها و جلساتی رو در کلم و سایر شهرهای آلمان سازمان دادن که از جمله اونها میتونم من به مراسم بزرگداشت 100مین سال مشروطیت و نیز هر ساله سال روز تولد دکتر مصدق و نیز برگزاری کنفرانس های حقوق بشری با حضور شخصیت های گوناگون نام ببرم. در این حال از ایشون ده ها مقاله و نوشتار و مصاحبه در آرشیو سایت های مختلف ایرانی مثل ایران امروز، عصر نو، اخبار روز و ایران گلوبال و میهن تیوی وجود داره. عرض کنم اینا رو که گفتم به جای معرفی سوابق سخنران امروزمون باید اینم اضافه کنم که به هر حال مشک آن هست که خود بگوید نه آن که عطار یعنی من بگویم. ایشون حی و حاضرند، براتون سخن خواهند گفت به اظهار نظرهای شنوندگان و بینندگان این برنامه در سراسر دنیا پاسخ خواهند داد و خودتان نگاه ایشان و مواضع ایشون رو نسبت به مسائل مختلف مملکتمون مد خواهید زد. خواهش میکنم از جناب سلیمی که میکروفون رو بگیرن و سخنرانیشون رو آغاز کنن. درود به شما جناب آقای دکتر نوریالا. خوشحالم که در مجلس شما حضور دارم. درود به همه شرکت کنندگان اینجا. با تشکر ویژه از برنامه ریزان و سازماندهان این جلسه و این مجلس، درود و سلام دارم به همه بینندگان و شنوندگان، اونهایی که به ویژه امروز در این صحبت، در این گفتگوی فعال ما رو یاری میکنند. من هم به نوبه خودم سپاسگزارم از این معرفی که جناب علی فرمودید. من شما دوستان و عزیزان رو یاران در واقع همرز و من در جنبش بزرگی که در ایران هست، در این جنبش دموکراسی خواهانه و سکولار میبینم و همیشه در کنارتون بودم و خوشحالم که این جنبش به هر حال اجزای گوناگونی داره که یکی از اجزای به هر حال بسیار بسیار کوشاوش و کوکاوش همین جمع شما عزیزان هستن. در خدمت هستم و به نظر میاد که تیتری که به هر حال موضوع سخنرانی رو که اگر
اجازه بفرمایید شما رئیس جلسه اگر به من اجازه بدید که من شروع بکنم با اجازه جناب عالی. خواهش میکنم، سرپا گوش هستیم، بفرمایید. بله. خب موضوع امروز صحبت ما با توجه به اون چه که در جامعه ما جریان داره، نقش سازمان‌های سیاسی و سازمان‌ها و نهادهای گوناگونی هستند که در جامعه ما هستند که امروز به هر حال قطعا دوستان راجع به ویژگی‌های این نهادها صحبت خواهند کرد و حتما یه گفتگوی خلاقی راجع به اون صورت خواهد گرفت. اینکه این نقش در تحول دموکراسی خواهانه آینده ایران در این رستاخیزی که در جامعه ما جان جامعه رو داره به تکان میاره، نقش این نیروها، نقش این تشکلها چیست؟ خب دقیقا مسائل گوناگونی رو در همین شرایط به طور ویژه با شناخت جامعه ما پیش روی ما میذاره. ما اصولا وقتی که از نقش صحبت میکنیم یا از وظیفه صحبت میکنیم یا از اون چه که پیش روی ما هست داریم میگیم، باید تماما به اوضاع جامعه ما، چه در اون چه که در این سالهای اخیر گذشت و چه در شرایطی که به طور مدام در حال تحول هست، یعنی ما نقش و وظیفه یک نیرو رو موقعی میتونیم تعیین بکنیم که ببینیم ما اوضاع کنونی جامعه ما چیست. شناخت جامعه، شناخت نیروهایی که طبقات و اخشار و اوضاع اقتصادی و اجتماعی و وضعیت و روحیات مردم و تغییرات در لایه‌های به هر حال اجتماعی که چگونه حرکت میکنند بر اثر اون چه که در جامعه میگذره، نقش رو هم تعیین میکنه. اما ما از نگاه در واقع دموکراسی خواهان، از نگاه معینی به جامعه داریم نگاه میکنیم. ما میخواییم که این اون چه که در جامعه تغییر بزرگی در جامعه میخواد اتفاق بیفته، به گونه‌ای در واقع مخر این تحول دموکراسی خواهانه و این نگاه سکولاریته یا لایسیته، اون چه که من به هر حال او رو در همون همه ما او رو به عنوان این که یک دولت حقوقی یا دولت حقوق مدار یا واژه ها و ترم های دیگری که هر کس میتونه به گونه استفاده بکنه که این دولت از این ایدئولوژی تامبرا جدا بشه. اون چه که امروز برای ما مطرح هست اینه که این نقش رو در رابطه با چگونگی رسیدن و اهداف ما هم باید بتونیم این رو توضیح بدیم. بنابراین وقتی که ما از نقش سازمان های سیاسی و سازمان های مردم نهاد صحبت میکنیم، جامعه رو نگاه میکنیم، اهداف جنبش دموکراسی خواهانه رو بهش نگاه داریم، نظر داریم و بعد چگونگی رسیدن به اون اهداف رو، یعنی هم بر اندازه رژیم جمهوری اسلامی که یک جنبه به هر حال سلبی است و هم چگونگی این براندازی رو در نظر داریم. از این بحث یعنی در واقع ما گذاری باید بزنیم به این اون چه که هدف این جنبش است و این تحول دموکراسی خواهانه از سوی ما هست و چگونگی اون، یعنی استراتژی که به هر حال ما باید اون رو روشن بکنیم. یعنی با در رابطه با نقش سازمان‌های مردم نهاد ما به هدف و به استراتژی توجه می‌کنیم. به هر حال من اون چه که امروز خواستم، چون در همین بحث رو در مجامع دیگر در پیش در تلویزیون میهن که به همت جناب آقای سعید بهبانی هم همواره در این جلسات اخیر هم دنبال همین بحث بودند، چه در اونجا مباحث استراتژی رو من پی گرفتم و در چه گفتارهای دیگری هم که بود، این بحث گفتار در واقع مهم استراتژی میتونه وظیفه و نقش سازمانهای سیاسی، نیروهای سیاسی و سازمانهای مردم نهاد رو تعیین بکنه. بنابراین اگر چنانچه ما مدام از نقش به گفتمان، از گفتمان به استراتژی امروز بپردازیم، در واقع هدف این هست که این بحث رو، جوانب این بحث رو روشن کنیم. خب من با یک اشاره کوتاهی عرض بکنم، در جامعه ما به دلایل گوناگون که بزرگترین دلیلش همین وضعیت رژیم توتالیتر هست، استبداد سنگین هست که نذاشته سازمان سیاسی در ایران، سازمانهای سیاسی، نیروهای سیاسی که بتوانند جامعه رو رهبری بکنند، اینها رو قلقم کرد. بنابراین ما از احزاب سیاسی و سازمانهای سیاسی و نیروهای سیاسی متشکل که بتوانند معنای تعریف حزب و سازمان رو در داخل کشور در خودشون بگونه ای داشته باشه نداریم. بهایای احزابی مثل نام اگر ببریم به هر حال هستند که الان وقتمون رو میگیره، بهایای این احزاب
بعضی از این احزاب نام خوشی داشتند، بعضی از این بسیاری از این احزاب در واقع نقشای که در این 40 سال یا در همین 20-30 سال بازی کردن نقش منفی بود، نقش مثبتی نبود و به گونه ای و بعضی از این سازمان‌های سیاسی حتی بدنام شدن در داخل کشور که در سرتیتر اونها اصلاح طلبان بودن، سازمان مشارکت، حزب مشارکت بود، مجاهدین انقلاب اسلامی بود، احزاب ملی مذهبی بودن. خب اینا بدنام شدن در بین مردم. اونی که به هر حال تاریخی داشت جبهه ملی به دلایل گوناگون که بهش خواهیم پرداخت نتونست نقش خودش رو بازی بکنه و سازمان های دیگر سیاسی هم به هر حال در شرایط قانونی در جامعه ما به عنوان حزب و سازمان سیاسی موجود نیستند. بنابراین این نهاد در واقع در حالت تعلیق هست، سازمان ها و احزاب سیاسی در حالت تعلیق هستند به گونه ای که نمیتونن اون فونکسیون و اون نقش خودشون رو بازی بکنن. اما این به این معنا نیست که نیروی سیاسی برای تغییر فیزیک قدرت و هندسه قدرت در جامعه ایران موجود نیست. در شرایطی که چنین احزابی وجود ندارن، جنبش بررسی احوال جنبش های انقلابی نشان میده که احزاب دیگری در زیر جلد جامعه رشد میکنند و اینها در هنگام تحول ها، چرخش های بزرگ، موقعیت اون احزاب سیاسی رو به خوبی هم بازی میکنند. منتها اون چی که امروز مهم هست اینه که ما چگونگی گذار و درک وضعیت چرخش رو، این وضعیت تحولی رو ما درک بکنیم و چگونه بتونیم تمام بحثی که امروز در مهستان شما جریان داره اینه که بحثایی که به هر حال دوستان در اینجا پی گرفتن راجع به توضیح مشخصات وضعیت کنونی جنبش هست که چگونه میشه این جنبش رو به حالت یک به هر حال به انگیزه های گوناگون این رو به حرکت آورد و این جنبشی که در درون ایران هست رو ما هم بتونیم تاثیرگذار باشیم و جزء تاثیرات ما، جزء تاثیرهای بسیار تعیین کننده باشه. این آرزو و نقش در واقع سوال ماست در مورد فونکسیون حرکت ما. بنابراین اگر چنانچه از نیروهای سیاسی، احزاب سیاسی صحبت میکنیم، این نکته رو عرض کردم که مشخص بشه. و بعد در مورد سازمانهای مردم نهاد، درست عکس این ماجرا هست. سازمان های مردم نهاد رو من نمیخوام، حتما دوستان در اینجا روی مسئله مطالعه کردن، کار کردن. در ایران کوتاه اشاره بکنم که بعد برسم به اون بحث استراتژی که در ایران چندین لایه در تاریخ 40 سال اخیر من کوتاه عرض بکنم. زمانی که ما پیش از انقلاب درست در آستانه انقلاب بودیم، ما متعدد سازمان های در واقع نهادهای گوناگون، هسته های کارگری داشتیم که در زمان پیش از دهه 50، در دهه 40 و دهه 30 اینها ریشه ها اینها بوده. من خودم که 6-7 سال قبل از به هر حال انقلاب رو به تحقیق به دقت یادم هست، از خود فضای گیلان که سندیکاهای بزرگ کارگری که من خودم فرزند یک سندیکالیست در واقع کارخانه دخانیات هستم، از اون موقع اسم یوسف افتخاری که به هر حال یا الله یا رساله که اینها در دهه 40 دهه 30 مدام جنبش های کارگری در اونجا فعال بودن، ریشه های این جنبش کارگری در از آغاز دهه من تا اوایل دهه 40 و آغاز دهه 50 که به خوبی یادم هست، این نهادها ریشه های اینها بودند و اینها هر چی که به طرف سال 55 و 56 می‌رفتیم به سرعت اینها در واقع رشد می‌کردند. من دقیقاً کوتاه عرض کنم خدمتتون، ما وقتی که گوته رو به همین با دوستانی که نویسندگان اینها که بارها در اینجا صحبت کردن، گوته‌ای که در صحن گوته حدود 10,000 دانشجو بودن، در واقع گوته یک نوعی از تشکل‌های، چون یک آخرین حرکت در واقع به هر حال صلح جویانه بود که می‌خواست دانشجویان آخرین حرکت رو بکنن که الان عده‌ای از اونها زنده هستن، عده‌ای نیستن، از سلطانپور و به هر حال گلشیری و کی و کی و کی نیستن امروز، ولی عده‌ای هستن، عزیزانی که همینجا نشستن، خود دکتر نوریالا که به هر حال در جمع کانون نویسندگان سالها در این راستا کار کرده بود. این گوته در واقع از تشکل‌های دانشجویی بود، یک برآمدی بود که در به محض اینکه جامعه میخواد باز بشه 10,000 نفر میتونن جمع بشوند. در واقع اوضاع ریشه های این نهادها هستند و در مثل اینکه یک بارانی بیاد اینها به سرعت سبز بشن. در جامعه ما در این 40 سال اخیر، حالا غیر از اون سندیکاهای پیش از انقلاب، اون شوراهای کاری که در زمان انقلاب ایجاد شد که بعد به انحراف کشیده شدن، اون هسته های کارگری یا محلات یا بین به هر حال شرکت هایی که بودند، در دارایی بودند، در وزارتخانه ها بودند، در
جاهای گوناگون آموزگاران بودن. غیر از اونها در این دوران 40 ساله چندین دور تشکل ایجاد شدن و در 20 سال اخیر هم تعداد زیادی از تشکلهایی که کودکان کار رو، سازمانهای محیط زیستی رو، زنان رو، آموزگاران رو، نیروهای به هر حال قشر رانندگان رو که 100 و خورده هزار نفر هستند و ببینید و به ویژه کارگران رو که امروز جنبش کارگری در صدها و هزاران واحد تولیدی در حال جریان هستند و این در این 40 سال اخیر به ویژه در این 20 سال اخیر چندین لایه نهاد تشکیل شدند و این نهادها بخشی از این نهادها سیاسی شدند، بخشی از این نهادها همچنان به شکل NGO ها موندند، بخشی از این نهادها را سرکوب کردن، ریشه هاشون، شخصیت هاشون هستن، به سرعت میتونن به هر حال دوباره سبز بشن، زنده بشن، حرکت بکنن و بسیاری از این عرض میکنم. چرا میگم لایه های گوناگون؟ چون اینها در هر 5 سالی، هر 10 سالی ایجاد شدن و یک دوره حرکت کردن و امروز در تمام این نهادها رو ما باید اگر بخوایم دقیق بررسی کنیم، ما شاید با هزاران نهاد گوناگون روبرو هستیم که اینا در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، صنفی، مدنی، اجتماعی حضور دارن و به ویژه این که امشب باز هم در این مورد صحبت خواهیم کرد، در دوران چرخش بزرگ، تحول‌های بزرگ، بسیاری از اینها این گرایش رو دارن که به نیروی سیاسی تبدیل بشن، یعنی شعارهای سیاسی در اینها تقویت بشه و این نهادها بتونن در شرایطی که یک سازمان و حزب سیاسی نیرومند در جامعه نیست بتوانند به گونه جای اون رو پر بکنن و بعد در رابطه با استراتژی در واقع اون ریسمان متصل کننده به هر حال اصلی جامعه، یعنی استراتژی همبستگی ملی و وفاق اجتماعی، اینها میتونن در یک دوران تحولی این امر رو پیش ببرن و ما این رو به عنوان یکی از اجزای استراتژی ما برای رسیدن به هدف ما که دموکراسی است، رسیدن به مجلس مؤسسان هست، برانداختن این رژیم در وهله اول هست که شعار براندازی خب در صدر شعار انحلال، شعار براندازی اینها در صدر جنبش سکولار دموکراسی و شما عزیزان بود در این 20 سال اخیر. خود دکتر نوریالا هم در این زمینه مقالات گوناگونی نوشت و همواره شما هم به عنوان یکی از اجزای نیروهای سیاسی این بحث رو دنبال کردید. بنابراین اون چه که امروز برای ما در رابطه با این سازمان ها هست، بررسی این یک گزارشی هست، این هنوز تحلیل نیست. این گزارش در واقع شاید به یک حکم یا یک گزاره ساده به چند کلید واژه تبدیل بشه که به هر حال استراتژی ملی یک استراتژی است، کلان سیاسی و ملی است و برای این ما به کجا نظر داریم، به کجا نگاه میکنیم، نظارگر چه تحولی هستیم، بر مبنای چه نیرویی داریم این حرفا رو، این حکم و گزاره و چند کلید واژه را داریم میگیم. اما اینکه ما برای اینکه این سازمان ها، این وضعیت تحولی، این وضعیت چرخشی، برای اینکه به اون هدف گفتمان ما که گفتمان تحول خواهانه هست، گفتمانی هست که رستاقیز رو پیش روی خودش داره، به اینکه این سازمان ها برای اینکه بتوانند در واقع استراتژی رو اتخاذ بکنند، چون ما با وضعیت حاول در چکسلواکی روبرو نیستیم که یک به هر حال یک رهبری شکل گرفت، 7-8 سالی کار کرد. ما با وضعیت ماندلا روبرو نیستیم، ما با وضعیتی از ادغام نبود نقش سازنده یک سازمان مرکزی قدرتمند که بتونه امر رهبری رو پیش ببره در جامعه ما روبرو هستیم و با صدها سازمان افقی. این ویژگی جامعه ماست، شاید بعضیا بگن این ضعفه، این میتونه توانایی بزرگی باشه در جامعه ما، به شرط اینکه ما درک بکنیم که ما چگونه باید این استراتژی رو برای این گذار، فقط لازم نیست که ما از گذار حرف بزنیم، گذار یک کلمه است. ایده ای در صحبتایی که من در جاهای دیگر داشتم به من میگفتن که آقای فلانی بگو که چی میخوای بگی، یعنی در واقع از من انتظار دارن من در یک نیم صفحه بگم این استراتژی چیست. اگر در نیم صفحه گفتن این استراتژی مسئله ما را حل میکرد، خب دیگه همه گفته بودن تا الان. استراتژی که من اشاره بکنم، یا استراتگوس در واقع معنای سرلشکر رو میده، در امر نظامی و در امر ارتش و میلیتر و اینها به کار برده شد، ولی معنای استراتژی رو در واقع سون
سی یا سن تزو این رو در 6 قرن قبل از میلاد در همون هنر جنگیدن گفته. یک جمله او جمله کلیدی اون کتاب هست، اون هم این بود که میگه رهبر کسی است که بتوانه هوش و ذکاوت کافی داشته باشه برای رسیدن به هدف بزرگ. اگر من بخوام خلاصه اینه بگم، تمام اون 20 سال پس از دکتر محمد مصدق یک رهبر تونسته بود. بارها این مثال رو زدم، بسیاری کسان بودند ولی یکی تونسته بود بفهمه اینو، اون هم دکتر شاپور بختیار بود. که البته خب کسانی بودن، شخصیت هایی بودن که او رو هم فکر او بودن، هم رأی او بودن، مشاور او بودن. دکتر صدیقی بود که من در محضر او بودم. به هر حال ما این نیرو رو، ما جوانی های ما اونها رو دیدیم. ولی اگر ما بتونیم اون هوش و ذکاوت رو اگر بخوایم امروز بعد از 41 سال بگیم، او تونسته بود اینو درک بکنه که چگونه مشروطیت رو، چگونه قدرت رو از دست محمد رضا شاه پهلوی بگیره، مشروطیت رو همراه با سکولار دموکراسی که خودش میگفت، همراه با عدالت که دنبالش بود، همراه با حقوق بشر که در بیانیه‌اش گفته بود، همراه با اون چند خواستی که روز خداحافظی به هر حال در پیشگاه شاه پهلوی دوم گفته بود، خب اون این هوش و ذکاوت رو داشت، اما جامعه به اون بلوغ و پختگی نرسیده بود. بنابراین امر استراتژیک نوشتن یک کتاب نیست، یک صفحه نیست. امر استراتژیک مثل امر هدف گفتمانی یا تعیین هدف در اجماع عقل نیست. وقتی که 50 اقتصاددان میشینن برای آمریکا و برای آلمان و برای سوئد میخوان استراتژی اقتصادی تعیین بکنن، وقتی که چند نوع استراتژی مطرح هست، وقتی که یک حزب دچار بحران میشه، اجماع عقل اقتصاددان ها بارها در همین آلمان که من در 30 چند سال پیش برای دومین بار در اینجا تحصیل اقتصاد کردم، جناب آقای نوریالا، متوجه شدم هر موقعی که بحرانی در احزاب شروع میشد، اجماع عقل، اجماع 50 پروفسور اقتصادی راه رو باز میکرد که چگونه امروز باید مشکل به فرض مالیات رو حل بکنن در جامعه، یا مشکل صندوق تامین اجتماعی رو چگونه حل بکنن. اقتصاددان ها اجماع عقل صورت میدادن و از درون این اجماع عقل راه تعیین میشد و هر حزبی که بهتر میتونست اون رو بفهمه استراتژی اقتصادی رو میگرفت و مردم بیشتری رو هم جلب میکرد. اما این در واقع در تعیین هدف هاست. چگونگی رسیدن به اون هم، یعنی اجزای اون استراتژی، موضوعات اون استراتژی، بسیج نیروهایی که بعدن اخشار جامعه بیان رای بدن به اون حزب، اینها در واقع هوش و ذکاوت رهبرانی هست که میتونن اون راه رو پیش ببرن. ما امروز در واقع باید اینو تعریف بکنیم که اصلا مسئله استراتژی چه نیازهایی هست، چه نیازهایی رو داره، به ویژه در شرایطی که یک سازمان رهبری کننده، یک شخصیت بزرگ رهبری کننده مثل ماندلا یک حزب قوی سیاسی نیست، چگونه این استراتژی باید هم گسترش پیدا بکنه، هم بین عده‌ای از آگاهان، عده‌ای از کسانی که همون هوش و ذکاوت رو دارند، این بتونه در واقع این رو در جامعه به شکل گسترده‌ای ببرند تا بتوانند همراه با اون هدف گفتمانی، یعنی دموکراسی، یک پارچگی ملی ایران، ایجاد یک دولت حقوقی، حالا یا سکولار یا لایک، هر جوری که واژه رو به کار ببریم، اون هدفهای گفتمانی رو برای رسیدن به اون هدفهای گفتمانی و براندازی رژیم جمهوری اسلامی، ما چگونه استراتژی، این استراتژی رو که داریم ازش حرف میزنیم، این یک ادراک هست دوستان عزیزان، این یک ادراکه، احتیاج به مدتی کار داره، احتیاج به مدتی فهم داره و این فهم مال 4 تا رهبر به تنهایی نیست که یک مقاله دو مقاله بنویسن استراتژی رو تعیین بکنن. در امر هدف گفتمانی تاکید میکنم و تکرار، اجماع عقل بین عده‌ای از فرهیختگان میتونه کمک بکنه، ولی در امر استراتژی باید یک سازمان و سازمانهای سیاسی گوناگون و سازمانهای گوناگون و هسته ها و سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای گوناگون در جامعه وجود بیاند و این تشکلها بتونن تحت یک رهبری که به تدریج شکل میگیره، بتوانند با هم دیگر روابط قدرت رو، رابطه قدرت رو تغییر بدند. چون امر استراتژی یعنی برانداختن دشمن، زمین زدن دشمن، در واقع خونسا کردن رقبایی که میخواهند بدزدند و قدرت رو
به گونه‌ای باز هم به انحراف بکشونن، به جای یک بچه شاداب یک هیولا به دنیا بیاد، یک کودتایی به وجود بیاد، یا در رابطه با یک نیروی خارجی، یا در رابطه با یک نیروی داخلی، یا یک در ایران ما، یا یک کودتای روسی، یک کودتای چینی، یک کودتای یک عده جنایتکار دیگر، یا یک سازمانی که اسم خودش رو هم به اسم حقوق بشر و اینا میذاره، در واقع بیاد میراثخوار همون جنایتکاران دیگر بشه. اینها رقبایی هستن که ممکنه جانشین یک رژیم جنایتکار دیگر بشن. باید اینها رو خونسا کرد. دشمن باید برانداخته بشه. اینها باید خونسا بشوند. دوستانی که در واقع التقاطی هستند، باعث انحراف شدند و ناآگاه هستند، اونها رو باید به راه درست کشند. و نیروهای اینا رو همه رو کی میتونه بکنه؟ نیروهای آگاه جامعه میتونن بکنند. اون دستان، اون سیاه دستانی که دوست من نعمت آذر میگه مشروطیت که شد، رنگرزان بودند که اتحادیه رنگرزان رو داشتن، همیشه این مثل رو میزد. اینها اومدن نزدیک مجلس، رفتن توی مجلس، گفتن که ما تا الان زحمت کشیدیم، با دستای سیاه خودشون قدرت رو دادن به رهبران مشروطیت. کسانی که نقش بزرگی در انقلاب و مشروطیت داشتن، به این امید که رهبران مشروطه بتونن این وظیفه رو پیش ببرن. هزاران، نه صدها هزار، میلیون ها انسان آگاه همیشه نمیتونن انقلابی باشن، همیشه نمیتونن توی خیابان ها بیان. اینها احتیاج به رهبرانی دارن آگاه، رهبرانی دارن با هوش و ذکاوت، رهبرانی دارن دلسوز، رهبرانی دارن که وابسته به خارج کشور نیستن، کیفکش کسی نیستن، پول از خارج نمیگیرن، خیانت نمیکنن به ملت. رهبرانی هستن دلسوز ولی با هوش و ذکاوت که بتوانن دشمن رو زمین بزنن، رقبای در واقع ناصالح رو نظرن بیان به قدرت. که خیلی ها وقتی رقبای ناصالح میگم، بسیاری از عزیزان و بسیاری از مردم ایران مخاطبان ما میدونن که ما داریم مثلا راجع به چی صحبت میکنیم، و دوستان ناآگاه که التقاط دارن رو اونها رو بتونن در واقع در مسیر این اتخاذ استراتژی و رابطه قدرت با هم دیگر بتونن اینها رو به یک حرکتی، به هر حال به یک حرکت عظیم اجتماعی و سیاسی بکشانند. من در قسمت اول جناب آقای دکتر نوریالا به نظر میاد که یه مقدار از زمان خودم گذاشتم، اگر چنانچه باز هم وقتی مونده به من به هر حال صدای جناب آقای رو ندارم. بله، عرض کردم که وقت هستش، بفرمایید. بله. شما تا الان 28 دقیقه صحبت کرد و چند دقیقه دیگر مجاز هستم. شما تا 45 دقیقه میتونید صحبت کنید. بسیار. پس محبت بفرمایید اگر 5 دقیقه هست که من بعدم به جنبندی هم بتونم در این قسمت برسم. 5 دقیقه که مونده به پایان صحبت عرایزم. بله. بنابراین ما با وقتی که از استراتژی صحبت میکنیم، از یک امری، از یک امر ادراک، از یک امر فهم، از یک تفاهم عمومی، از یک دیالوگ ملی، از یک در واقع نه تنها اجماع عقل، نه تنها راه حل های درستی که در جامعه بتونه انگیزش و بسیج ایجاد بکنه، بلکه این بتونه در واقع وسیع ترین نیروهای مردم رو تا جایی که امکان داره به شکل سازمان یافته و هر روز بیشتر به شکل‌های سازمان یافته تر مردم بیشتری رو بکشونه تا بتونه رابطه قدرت رو تغییر بده. در جهان امروز جناب نوریالا، اون چی که در بسیاری از بحث‌های استراتژیک به هر حال مطرح است، ما کمتر مباحث مدون شده می‌بینیم. شما تمام این اسناد تدوین شده جنبش رو ببینید، صدها برنامه هست، چندین قانون اساسی نوشته شده، برنامه‌های اساس، نمی‌دونم پلتفرم‌های اساس. شما کمتر به چشم می‌خوره در این فضای رسانه‌ای، هر چقدر بزنید راجب استراتژی، شما میبینید که واقعا امروز در این 5 سال اخیر، در این 10 سال اخیر، صحبتی رو که جناب عالی به هر حال در مشورت با بنده تعیین کردید و مورد علاقه شما بوده که این بحث رو ما پیش ببریم، همین نقش سازمان‌های پیش رو برای رستاخیزی که در پیش است، کمتر این مباحث در جامعه مدون شده. بنابراین نقش این اجتماع، این جلسه میتونه واقعا این باشه که به نوبه خودش در مقام خودش اجزای این بحث رو بتونه امروز یک گشایشی باشه که یک سری از کلیدواژه‌ها رو، یک سری از احکام ظریف و مهم رو امروز مطرح کنه. طبعاً ادعی باز هم انتقاد خواهم کرد که نشستید 3 ساعت حرف زدید بعد چه چیزی ازش در اومد.
ما در واقع کلیدی میخواییم بزنیم که این ادراک و این فهم عمومی رو در بیاریم. من از اینجا یک اشارهی بکنم. ببینید در مغز شیطان بزرگ که خود خمینی بود، که در سال 48 کتاب خودش رو نوشته بود، در ذهن او شاه طاغوت بود. طاغوت 8 بار در قرآن ازش اسم برده بود. شاه رو به طاغوت تبدیل کرد، او رو غیر کرد، او رو دشمن کرد، غیر سازی کرد. تمام نیروهای دیگر رو یک به یک شروع کرد از بین بردن. از قبل از انقلاب میدونست که باید شریعتی رو حذف بکنه، مجاهدین رو حذف بکنه، چپ رو یه جور دیگر حذف بکنه، دکتر مصدق رو بگه استخوان پوسیده و کهنه، اون یکی رو حذف بکنه. هم دشمنش رو میدونست چطور باید زمین بزنه، هم رقباش رو میدونست باید چه بلایی به سرش بیاره. فقط ادهی رو فریب داد، یک جوان ماجراجو قطب‌زاده رو اونجا فریب داد، اون یکی رو به نام دکتر یزدی رو یه جور دیگر فریب داد، با نهایت احترام جناب آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر رو یه جور دیگر فریب داد، سنجابی رو یه جور دیگر فریب داد که جوجه حاکمیت ملی رو در سجاده او گذاشت. این جمله زیبای شاعر آقای نعمت حاضر، روی سفره او گذاشت، روی سجادهش گذاشت. هر کدوم یه جوری فریب داد. مبارز بزرگی مثل داریوش فروهر رو یه جور دیگه فریب داد. هر کدوم او استراتژی داشت. این استراتژی دشمن بود، دشمنی که 41 سالی داره حکومت میکنه. نیروهای دیگر نتوانستن به گرد او برسن. خود این یک مثالی هست از یک نمونه از استراتژی که او چگونه هدف خودش رو، که هدف گفتمان او غلبه حاکمیت اسلام، الله بر روی بر ایران و بعد خاورمیانه و بعد تمدن اسلامی بود که الان به هر حال ادامه دهنده راه او که افکارش رو حالا سید قطب و دیگران و دیگران و اینها دنبال دارن میکنن، اونها این استراتژی رو میخواستن پیش ببرن. 41 سال از این تاریخ میگذره، اما استراتژی او رو هرچی بیشتر اگه ما بخواییم اجزای او رو تعیین بکنیم، این قدرت رو تغییر میده و پس از اینکه قدرت رو تغییر داد، بعدا میفته به جان کسان دیگری که قدم به قدم از اون دوران چرخش برای حاکمیت اسلام در سال 60 و در سالهای بعد تمام اون قدرت خودش رو، اقتدار خودش رو به بهترین نحو از نظر خودش فهم میکنه قدرتش رو. و این قدرت 40 ساله که این مشروعیت، البته سال هاست که ضربه خورده، ولی ما هنوز که هنوز بعد از 41 سال ما استراتژی ما در ذهن احزاب و نیروهای سیاسی که دنبال این هستند، حداقل ما به اجماع نرسیدیم. استراتژی در ذهن برخی از ماها وجود داره. ما میدونیم که باید این رژیم رو بزنیم، بسیاری ها میگن. ما میدونیم که باید یک دموکراسی به وجود بیاد، ما میدونیم که باید یک دولت حقوقی به وجود بیاد. وقتی که وارد این میشیم، فدرالیست ها میان، تجزیه طلب ها میان، آنارشیست ها میان، همه نیروهایی که مخالف یک نظم و یک هدف گفتمانی هستند، اول هدف گفتمانی ما را زیر آسیب میگیرند، از هدف به ما حمله ور میشن. بعد توی استراتژی هم که اومدیم، روزنامه های اینها میاد، سایت های اینا میاد، تلویزیون های خارج کشوری اینها میاد، به ما حمله ور میشن و افکار استراتژی پس از اینکه به اهداف گفتمانی ما حمله ور شدن، اونجا به ما آسیب وارد کردن، بعد بخش از اینها رو خود این دشمن بزرگ سازمان میده. بعد وارد این میشن در همین شبکه‌هایی که الان اسمشون رو شماها بهتر میدونید، میاند به جان نیروهای آگاه و فریخته و دلسوز ملت ایران میفتند. یک بار روح الله زن میسازن، یک بار یکی دیگر میسازن، یک بار یک فحاش دیگر رو در یک جایی سازمان میدن، در همه جا نفوذ میکنن، که بعد این امر استراتژی رو هم که در واقع امروز خطوطی رو گفتیم، این فهم و ادراک رو دچار پریشانی گفتار و پریشانی حال بکنند. بنابراین این سیستم رو اینها تجربهشون به مراتب بالاتر از تجربه محمد رضا شاه است. او در سیستمی رو داشت حکومت میکرد، داشت نوسازی میکرد، داشت مدرنسازی میکرد. او در فکر این نبود که مدام به فکر اگر اشکالی در اونجا بود که به هر حال نظم رو در جامعه چیز برقرار بکنه، اونها به هیچ وجه مثل فیدل کاسترو که 60 خورده ای سال از دوران حکومت اون گذشت، اینها این رژیم هایی که از درون یک انقلاب اینجور در اومدند، اینها چون خودشون
فهم و ادراک استراتژیکی ضد انقلابی دارن، ضد مردمی دارن، اینها در از اخلال در گفتمان های دیگر و استراتژی های دیگر بسیار بسیار زیرکتر و تواناتر هستند. در این 41 سال ما با دشمنی روبرو هستیم. بعضی ها میگن مشروعیت اینها زیر ضرب رفته، اینها در حال مرگ و افول و زوال هستند، بنابراین تنها راهش اینه که ما باید مردم رو سازمان بدیم. این گونه نیست. اینها مشروعیتشون زیر ضرب رفته، اینها در حال زوال هستند، ولی اینها در بسیاری از موارد خودشونو بازسازی کردن، باز تولید کردن خودشونو. ما تا به درک دقیق از نیروهای سیاسی ما، از نیروهای اجتماعی ما، از نیروهای صنفی و مدنی ما، از این سازمانهای سیاسی که در یک چرخش ممکنه وجود بیان، از اون سازمانهای صنفی مدنی که میتوانند فرار برویند، تا از میزان اونها، تا از قدرت شبکه‌های سیاسی و اجتماعی و کمپین ها و هشتگ‌ها و میزانی از توانایی به در ما وجود نیاد که بتوانیم خطوط همبستگی ملی رو وجود بیاریم، و اگر در این زمینه هوش و ذکاوت از خود نشان ندهیم، اگر توانایی از خودمون نشان ندیم، اونها همواره میتونن خودشون رو بازسازی بکنند و ما رو دوباره به عقب بزنند. صدای جنابعالی رو ندارم آقای دکتر. ببخشید من میکروفونم میبندم که مزاحم نشم. خواهش میکنم. فرمودید 5 دقیقه مونده من بگم که جمع‌بندی بفرمایید. چشم. بنابراین ما در وضعیت حاضر باید بتوانیم خودمون رو در یک موقعیتی، اول از همون گونه باز که اون به هر حال سنسی یا سنتزو میگفت، برای جنگیدن با دشمن ما باید خودمون رو خوب بشناسیم. خودشناسی در واقع حتی بگونه شناختن دشمن هم در این خودشناسی است، چون در شرایطی هستیم که ما توانایی های ما را اگه بتونیم بشناسیم، میتونیم فیزیک قدرت رو در جامعه تغییر بدیم، ولی ما باید دقیقا اجزای فعالیت دشمن رو، نحوه کار رو که 41 سال نظارگر رو بودیم، ما باید بتونیم اونا رو بررسی کنیم. ما باید اوضاعی جامعه رو، شرایط جامعه رو به دقت ببینیم. اخشار متوسط جامعه به سمت اخشار فقیر جامعه رسیدن، کشیده شدند، کشنده شدند. ما نیروی رستاخیز، نیروی جبهه تحول خواهانه در جامعه ما، به خاطر اینکه اوضاع اقتصادی اجتماعی در این 2 سال تغییر کرده، نیروهای ما گسترده تر شدند. نارضایتی ها در صفوف حتی نیروهایی که وابستگان رژیم بودند، به جبهه دشمن بودند، پایگاه اجتماعی نه تنها مشروعیت اونها زیر سوال رفته، پایگاه اجتماعی اونها هم لاغرتر و ضعیفتر شده. بسیاری از نیروهای اونها میتونن به طرف ما بیاند. ما باید بتونیم همراه با تعیین این موضوع ها، ما بتوانیم صفوف نیروهایی رو که بدارن به ما میپیوندند رو ما بتوانیم باز هم متشکلتر بکنیم. ما باید بحثای گوناگونی در فضای مجازی داشته باشیم. به دلیل نبود این بحثا ما ببینیم سایت های اینترنتی هستند که واقعا به نحو بسیار بسیار زننده‌ای با اشکال گوناگون دارن یک نوع بی‌نظمی و در واقع تداخل در یک حرکت درست رو در جامعه پیش میبرن. اینها خطرناک هستن، اینها میتوانن به نیروهای رقیب. ما باید ببینیم و توضیح بدیم و بگیم که به فرض کسی که میگه همه چیز رو خلاصه کرده در قیامهای پی در پی، در کانونهای شورشی، در نمیدونم ارتش خلق، خب این سیاستهای استراتژیک سازمان مجاهدین خلق. از اون ور هم ادعی هستن به نام اصلاح طلب که تئوریسینشون محمد رضا تاجیک و دیگران و دیگران و بهزاد نبوی اینا هستن، دوباره میخوان این رژیم رو بازسازی بکنن. از سوی دیگر سازمانهای چهارگانی پیدا شدن که دوباره میخوان این مردریگ رو به گونه ای بیان تو چشم و تو دل مردم بریزند که باز هم بازسازی بکنن این نیروهای التقاطی همون اصلاح طلب و همون ملی مذهبی و اینها رو. اون مردریگ رو این سازمانهای چهارگانه در خارج کشور میخوان در واقع تو چشم مردم بکنند. خب اینها رو ما باید در اجزای این صحبت ها جناب آقای دکتر نوری‌الله صحبت بکنیم، تا یه مقدار به موارد مشخصتر نزدیک بشیم، تا مخاطبان ما بدانند که ما راجع به کدوم استراتژی صحبت میکنیم، کدام ها رو نقد میکنیم، چگونه میخواییم دشمن مردم ایران رو در راه یک حرکت تحول دموکراسی خواهانه سازمان بدیم، و باز هم
اون سازمان‌های گوناگون رو، نقش اونها رو و جوانب دیگر استراتژی ما رو در احوال اونها، شناخت دقیق جامعه ما، با توجه به اینکه من هر صحبتی راجع به مناسبات بین المللی، رابطه ما با جهان خارج در این عرصه هیچ صحبت نکردم که اونجا هم واحص دیگری هست که به هر حال در فرصت دیگری باید عرایزی داشته باشم. سپاسگزارم از حوصله شما. نهایت متشکرم جناب آقای سلیمی. عرض کنم که وارد قسمت اظهار نظر و پرسش میشیم. اما قبل از این که به آقای محمود ابتهی وقت بدم که پرسش یا نظر خودشون رو مطرح کنن، خواستم بگم که الان خبر شدم که هم در یوتیوب و هم در عرض کنم که فیسبوک مهستان دوستان مشغول اظهار نظر و گفتگوهای مختلفی هستند. اشاره ای که آقای سلیمی در مورد، یعنی نامی که از دکتر مصدق بردن، دو مرتبه یه چیزی رو شعله بر کرد اینجا، جنگ بین مصدق و شاه، و به جای اینکه وقت خودشون رو به گوش دادن سخنان آقای سلیمی بگذرونند، وارد یک شمشیربازی اونجوری شدن. من فقط برای اینکه نگم که ما سانسورچی هستیم، دو تا اظهار نظر رو براتون میخونم، بعد وارد بحث خودمون میشیم که بدونید که در بیرون چه خبره. اتفاقا مطالبی که آقای سلیمی فرمودن هم اشاره‌ای به این قضیه داشت. آقای به نام فرخ گودرز در فیسبوک چندین نوت نوشتن که من تکه‌هایش رو به هم وصل میکنم، خطابشون هم به منه، ولی به نظرات سخنران اشاره دارن. میگویند که جناب دکتر نوری‌الا چه زمانی وارد یک اتحاد ملی خواهید شد؟ آدم فکر میکنه که چه خوب یک کسی داره میگوید که باید اتحاد ملی داشت. چه زمانی تلاش خواهید کرد که مردم عادی مثل من تشویق شوند که شما را دنبال کنم؟ هر وقت برنامه زنده شما را تماشا میکنم، با مشاهده تعداد زیر 10 نفر ناامید میشوم و پیش خود میگویم این وحدت ملی کجاست؟ یعنی یه مرتبه مخاطبه از جانب من رفتش به طرف مردمی که دارن روی رسانه‌های مختلف برنامه رو نگاه میکنن. و بعدم این اصراری که اخیراً میبینم برخی از مخالفین سکولار دموکرات ها در این میکنن که ما مخاطب نداریم و عدد غلوف میکنیم و این حرفا، و ایشون نوشتن که الان برنامه زنده ما رو 10 نفر دارن تعقیب میکنن. که من نمیدونم اگر که ما حرفمون انقدر در رو نداره و با 10 نفر سر میکنیم، ایشون اینا چرا انقدر ناراحت میشن؟ نه، ایشون ادامه میدن: آیا من بی سواد باید این اتحاد را به وجود بیاورم یا شما دکتر تحصیل کرده با سابقه مبارزاتی فلان؟ امیدوارم بیش از این مردم را سرگرم نکنید و وارد مبارزه حقیقی بشوید. مبارزه حقیقی هم از اینجا شده، فقط و فقط ایجاد اتحاد است. شاهزاده 41 سال به اهمیت اتحاد همیشه اشاره کردن، ولی افرادی چون شما همیشه سنگ انداخته اید. فراموش نفرمایید که فعالین سیاسی در خارج نباید با یکدیگر رقابتی برخورد کنند. بچه آخوندها وقتشون را جایی صرف میکنند که بخواهند سامانه پادشاهی را حذف کنند. اتفاقا این مکانها برای جمهوری اسلامی بسیار امن است. و از این مطالب. یعنی به نظر من پریشانگونی محض فقط به خاطر اینکه در اینجا نامی از دکتر مصدق آمده است. من به عنوان یک جمهوری خواه اعلام میکنم که حاضرم اثبات بکنم که دکتر مصدق هرگز جمهوری خواه نبود و همواره دنبال پادشاهی مشروطه بود و میگفت که شاه باید سلطنت کند نه حکومت، در کار مدیریت مملکت دخالت نکند. بنابراین این اشخاص بی سواد و بی اطلاع هستند که
مطالب مختلفی رو سر هم میکنند و میگن. در این حال مثلا آقای مسعود غفرانی ها هم در مقابل نوشتن شاه با نقشه از پیش تهیه شده و تشویق شهبانو به ترک ایران تصمیم گرفت و از آنجا که مردم را دوست نمی داشت آن را به دستی تقدیم آخوندها کرد. شهبانو توده‌ای بود و همین دلیل چند مقام وزارت به توده‌ای ها داده شد. میبینید که اصلا در یک بحث جدی که داره صورت میگیره در دامنه اپوزیسیون، اشخاص اصلا به بحث کاری ندارن، همون مطالب مختلف رو فقط برای ایجاد اغتشاش عمل میکنه. من خواستم اینا رو بگم که ما داریم این مطالب هم میخونیم و در جریان همه اظهار نظرهای بیرون از اتاق مجلسان هستیم. باری آقای محمود ابتهی وقت گرفتن به عنوان اولین نفر برای صحبت. بفرمایید آقای ابتهی. یه خود صداتون رو بلندتر بگید. درود میفرستم به شما، بینندگان و شنوندگانمون و جناب سلیمی که زحمت کشیدن تشریف آوردن به نشسته امروز. من اینترنتم یک مقدار ضعیفه، اگر که صدا بریده است بفهمید. من خوبه. بسیار متشکرم. عرض کنم از این بحث های نمیتونم بگم حتی تاریخی، از این بحث های بیهوده که بیرون بیایم، خود اصل قضیه مربوط به آینده میشه و اینکه سازمان ها چند و در واقع اون نهادهایی که از مردم برخواسته میشن چه نقشی میتونن داشته باشن در گذار به یک حکومت سکولار دموکراتیک. جناب سلیمی اشاره کردم به استراتژی و اینکه بایستی استراتژی رو ما بشناسیم و بدونیم که اون کسایی که اجرا میکنن چگونه اجرا خواهند کرد، یعنی به این معنی طراحی استراتژی از این کسانی که با اون امکاناتی که قرار در اجرای اون نقش ایفا کنن بسیار مهمن. به تبع این خودش قضیه رو یه قدم عقب‌تر هم میبره به اینکه هدف چیست و چگونه می‌خوایم بهش برسیم. من وارد اون نمیشم، ولی اگر بپذیریم که هدف رسیدن به یک حکومت سکولار دموکرات هست و استراتژی هم باید در نظر بگیره که امکانات چیست و چگونه باید برسیم به اون نقطه، جناب سلیمی من پرسشی ازشون داشتم، چون از سازمان‌های اجتماعی، مدنی و سیاسی نام بردن، دوست داشتم ببینم به نظرشون نقش استراتژیک این سازمان‌ها سیاسی و اجتماعی چگونه با از هم تفکیک میشه، چگونه اینها با هم تفاوت دارن در این مسیر. ممنونم از شما. جناب سلیمی تشریف دارید؟ من دیدم دوربینشون رو بستن. من داشتم با تمرکز گوش میکردم جناب دکتر نوریانا. من از آقای ابتهی یک بار دیگر خواهش میکنم که شما فرمودید که نقش استراتژیک این نیروها، این منظورتون احزاب هست، شخصیت ها هست، بیشتر چی رو در مد نظر دارید که من به حاشیه نپردازم جناب آقای ابتهی؟ اجازه است دکتر؟ بفهمید خواهش می‌کنم. در سخنانتون شما از انواع گوناگون سازمان‌ها نام بردید که در این مسیر باید نقش داشته باشن و اشاره فرمودید که نقششون هم بایستی دانسته باشه و متفاوت هست و من هم فکر می‌کنم نقش متفاوتی دارن سازمان‌ها. از اشخاص صحبت نمی‌کنم، از سازمان‌هایی که کوچک بزرگ نقش‌های گوناگونی دارن، بعضن NGO هستن و بعضن کارهای اجتماعی فرهنگی انجام میدن و یه گروه از سازمان ها هم هستن که سیاسیه. من مشخصا فعالیت سیاسی دارن. من میخوام بدونم در اون استراتژی که مد نظر شماست چگونه سازمان های سیاسی رو با بقیه سازمان ها از هم تفکیک میکنید، چگونه نقش اینها رو چگونه تعریف میکنید و اگر به نظر شما درست متوجه شدم تفاوت میکنه، این تفاوت در چیست؟ در عرایزم گفتم که ما در داخل ایران احساب جا افتاده نیرومند سیاسی نداریم. برای من حزب اعتماد ملی و اصلاح طلبان و انقلاب اسلامی و جبهه ملی دو جناح گوناگونش و اینها ملی مذهبی ها، اینا برای من نیروی سیاسی نیستن که بتوانند استراتژی تحول و این رستاخیز دموکراسی خواهانه را پیش ببرن. من برای اونها هیچ رسالتی قائل نیستم. اونها میتونن تنها در کنار یک نیروی سیاسی که داره شکل میگیره و از درون داخل و خارج
این اتحاد، این اتفاق و این سازمان خلاصه ایجاد خواهد شد و ما در آستانه، یعنی در واقع برای اون داریم کار میکنیم. در آستانه این معنی نیست که ما فردا بهش میرسیم. ما به یک نیروی سیاسی خواهیم رسید، یک نیروی آگاهی خواهیم رسید که اینها بخشش در آغاز افقی است، در بین سازمان‌های گوناگون به وجود میاد در شرایطی که این رژیم ترک برداشته. به هر حال یک روز این رژیم بیشتر ترک برمی‌داره، نیروهای سیاسی قادرن بیشتر به هم نزدیک بشن. این قانون همه انقلاب هست. وقتی که اون لحظه اون نیروی سیاسی که با هوش و ذکاوت عرض کردم به اون درک گسترده به وجود اومد که ما به سمت اون داریم حرکت میکنیم و از بین قواه سیاسی داخل و خارج به وجود میاد، قدرتی نداره که بعضی از این سازمان های التقاطی رو با خودش بکشه. این همه مربوط به آینده است، به شرط اینکه ما به وظایف خودمون، آگاه به وظایف خودمون و قدم به قدم، امروز نمیتونیم ما یک قدم ده با ده مرتبه بعدی رو برداریم. ما باید قدم ها رو گام به گام به گونه ای برداریم که بتونیم به اون نیروی سیاسی آگاه برسیم. وقتی که زندان ها ترک خوردن، وقتی که شخصیت ها دوباره در اومدن، وقتی که قیام ها و اعتصابات و حرکت ها و اعتراض ها و فروپاشی این رژیم هر روز بیشتر شد، هندسه قدرت عوض میشه، فیزیک قدرت عوض میشه، این رژیم ضعیفتر میشه، نیروی سیاسی آگاه قویتر میشه. اون نیروی سیاسی که میخواد این چشمنداز رو تحقق ببخشه به وجود خواهد آمد و در اون صورت اون دشمن بیشتر تضعیف خواهد شد. اون رقبایی که میخواد به جهت نادرست ببرن، اونها شانس کمتری دارند و اون نیروی تحول خواه و رستاخیزی که وجود داره، اتفاقا من این نکته ای رو خدمت همون کسی که به دکتر نوریالا امروز الان انتقاد کرده این عرایض رو بگم. من کسی نیستم که به عنوان یک، به هر حال در اینجا شرکت بکنم یه نظری بگم فردا یه جای دیگه بگم. من همه جا این رو گفتم. من معتقدم که در ایران ما جمهوری خواهان، مشروط خواهان و چپهای عدالت خواه که از آرمان خواهی و از شعارهای اکستریم افراطی و تفریطی جدا هستند، اینها میتوانند، این سه خانواده بزرگ میتونن اون اتحاد و همبستگی رو وجود بیارن. من هیچ گونه ابدا نفرت پراکنی علیه رژیم دو پهلوی و یا آقای رضا پهلوی رو ابدا در تمامی این سالیان در همون تلویزیون میهن که پایگاه اصلی صحبت من هست، در جای دیگر هم که صحبت میکنم اینو گفتم، هیچ نفرتی رو به هر گونه نفرت پراکنی به محمد رضا شاه پهلوی، به فرزند او آقای رضا پهلوی، به کاملا مخالف این نفرت پراکنی هستم، اینها هیزم دشمن رو به هر حال بیشتر خواهد کرد برای سوزاندن نفرت و این کمکی به جامعه ما و پیشرفت امر همبستگی ملی نخواهد کرد. این سه خانواده، مشروطیت، جمهوری خواهان و چپهای عدالت خواه، باید با هم اتحاد بکنن در بالا، در سطح سازمان های سیاسی، در خارج کشور و هواداران اینها در داخل کشور. و بعد هم همبستگی ملی جوششی است که از درون اون سازمان هایی که امروز در ایران وجود داره، بسیاری از مردم اصلا سیاسی نیستن، اصلا پیروان این سه سازمان و این سه جریان نیستن، خواهان آزادی هستند، خواهان عدالت هستند، خواهان نان هستند، اونها اونگونه سیاسی میشند و این اجتماع و این اتفاق در آینده ساخته خواهد شد. جناب افتهی، به این ترتیب ما میتونیم به استراتژی نزدیک بشویم. این نگاه منه. خیلی متشکرم. آیا افتهی شما پاسخی ندارید یا کافی؟ عرض کنم که من فکر کنم پرسش من چیز دیگری بود واقعا. جناب سلیمی بیشتر به این که چه باید بشود و یا چه میشود پرداختن. پرسش من بیشتر در چگونگیش بود و این که در اون چگونگی و در اون مسیر این سازمان هایی که فعالند چه نقشی رو میتونن ایفا کنن و چگونه نقششون متفاوته. آیا مثلا اجازه بدید جناب دکتر من این رو یک مقدار مشخص حرف بزنم. ببینید مدل رو اجازه دارم جناب تعظیم کنم بفرمایید. مدل رو بریزیم حالا نزدیک بشیم. اینا بخشیش واقعی است، بخشیش نقشه عوض میشن. ببینید آقای عبتهی، ما در بحث استراتژی یک اشاره‌ای بکنم. در دنیای امروز اصولا استراتژی خیلی در واقع دچار تغییرات و تلاطم‌ها میشه.
به این میگم یک تئوری، یک نظریه‌ای وجود داره، من بهش اشاره میکنم سریع وارد بحث میشم. یکی از بهترین یعنی بیشترین طرفداران، پرطرفدارترین استراتژی ها، نظریه های استراتژی، مثل این جریانی که مثلا به فرض اشپیل تئوری، گیم تئوری که در اقتصاد و در مباحث اجتماعی هست، در استراتژی، استراتژی آبهای متلاطم، استراتژی آبهای متلاطم حرف اصلیش اینه، میگه که در دنیای امروز که پیش بینی ناپذیر هست، باید در واقع استراتژیست ها باید بتوانن اوضاع رو مدام در تغییر ببینن. این به این معنا نیست که ما خطوط معین ثابت نداشته باشیم، هیچ تابعی وجود نداشته نباشه، همش متغیر باشه. نه، خطوط رو میشه ترسیم کرد. برگردیم به جامعه ما. شما میخواید از من یک مثالی به خدمتتون میگم. ما میگیم که ما در آسمانی رستاخیزیم. امروز این نیرویی که تعدادی از نیروهایی که میتوانند یک سری از شخصیتان که در خارج هستند، یک سری از جریان ها هستند که خواهانم اینن که دموکراسی رو پیش ببرند، به یک دولت فراوی دینی، دولت سکولار برسند، یک پارچگی ایران رو حفظ بکنند، یه سری اشخاص هستند، یه سری سازمان های خارج کشوری هستند و بخش عظیمی از نیروهایی که در داخل کشور هستند. خب اینها باید چگونه پیش برند تا بتونند در واقع به اهداف خودشون نزدیک بشن؟ ما چند راه داریم. از اینجا ما به اشکال نزدیک میشیم. اشکال مبارزه که من الان بعضی از اونها رو خواهم گفت، اینها در واقع تاکتیک ها هستند و تاکتیک ها رو اگر ما بخوایم ریز بکنیم، ما میتونیم بگیم اعتصابات همگانی، ما میتونیم بگیم باز هم اشکالی از قیام، ما میتونیم بگیم که در واقع شرایطی در ایران داره در همین کرونا ایجاد کرده که مردم بسیاری جاها ستادهای محلی ایجاد کردن، اینها رژیم رو تضعیف میکنن. ما میتونیم بگیم که حتی اگر اوضاعی پیش بیاد، نیروهای نظامی از اینها به ما بپیوندند و این خواهد شد، هسته‌های از نظامیان اینها به ما میپیوندند، به ما کمک خواهند کرد. ما میتونیم بگیم که جلوتر بریم، حتی واحدهای بسیج اینها امتناع میکنن از سرکوب مردم، اون چه که در جریان سال به هر حال سالهای پیش دیدیم، امتناع میکنن از سرکوب مردم. نیروهای انتظامی که خودشون حقوقشون $100 شده، $100 شده 17,000 تومان، اینها دیگه نیروی سرکوبگر اونها نیستند، اینها میان این طرف. ما میتونیم بگیم که هشت شعبی و زینبیون و فاطمیون خودشون درگیرن در افغانستان و عراق و لبنان. ما همه اینا رو میتونیم بگیم و دیگه نمیتونن بیان تو ایران سرکوب بکنن. اینا رو ما میتونیم، این اشکال رو میتونیم بررسی کنیم و تاکتیک ها رو روشن کنیم، یه مقدار حدود و فضای تاکتیک که به ما نیروهای استراتژیست تحول خواه و به هر حال دموکراسی خواه کمک میکنه رو ما میتونیم این اشکال رو روشن کنیم. این اشکال بیشتر از این که در ذهن من و جناب عالی باشه، باور بکنید در ذهن اون دانشجو، در ذهن اون آموزگار، در ذهن اون کارگر اینقدر ظرایف اینو میدونند. من هیچ گونه ادعایی ندارم، چون سالهای پیش از انقلاب رو دیدم. من میدونم کارمند دارایی چه فوت و فنی میزنه، من میدونم آموزگار چی میکنه، من اینا رو دیدم در، من میدونم هسته کارگری بهتر از هر آدم مجرب 40-50 ساله خارج کشور خودش میدونه که چطور اون نیروی سرکوبگر واحد سرکوب کارخانه رو زمین بزنه. من اینو میدونم وقتی که این رژیم ترک برداشت چگونه حتی اینها با هم دیگه نزدیک میشن و در عرض مدت کوتاهی قادرن یک شهر و یک منطقه رو بگیرن. ما شهر تکرار خواهد شد، ما شهرها تکرار خواهند شد، کرج به شهریار تکرار خواهد شد. این بار ولی نه با 10,000-5,000 نفر، با چند صد هزار نفر حمله زنبورها به زنبورخورها این شروع خواهد شد. اون اشکال، اون تاکتیک ها در ما داریم به طرف اون نزدیک میشیم، به شرط اینکه ما این وظایف رو، این خطوط استراتژی رو مشخص بکنیم و هرچی بیشتر اینها رو مشخص بکنیم، ما در خارج از کشور به روزنامه‌نگاران اقتصادی، به مفسران سیاسی، به آقای مجتبی واحدی، به آقای مهدوی آزاد، به اینهایی که مستقل دارن کار میکنن، به تک تک اینها میگیم آقا همراه با تفسیر، شمایی که 10,000-5,000-7,000 آدم دارید، همراه با تفسیر بروید اینها را یاد بگیرید. آقای مجتبی واحدی، شما که 30,000 نفر شنونده داری، از این مثال ها زیاد میتونم بزنم، شما برو فکر بکن، ببین این حرفای ما درست و غلط، صحبت امروز مهستان رو ببین، برو روی استراتژی کار کن،
آقای مهدوی آزاد که میای توی ایران اینترنشنال بشینی راجبش شیر مرغ و تا جان آدمیزاد حرف میزنید. من شخصی رو اتفاقا حرفایشون رو گوش میکنم، اصلا انسان و خوشفکریم هست بسیار، ولی بروید در این رسانه هایی که سالها نقشه ضربه زدن به مردم ایران رو بازی کردن، بی بی سی، ایران انترنشنال، اسقر رمضانپور، کی، خب برید اگر واقعا ایران رو دوست دارید، اگر ادعایی دارید چهار سازمان سیاسی، چرا نفرت نسبت به رضا پهلوی رو دارید گسترش میدید؟ آقای کوروش پارسا مانند ها که میگی من جز خوبان هستم، آقای مهمنش که میگی من جز جبهه ملی هستم، چیکار کردی جز نفرت پراکنی نسبت به خانواده مشروطیت؟ شما مگه نمیگید ما طرفداران جبهه ملی، طرفداران خط تحول و اینها هستیم؟ از این قصه ها واقعی زیاد میشه گفت جناب عبدی. ما با هوش و ذکاوت تمام این نیروهایی که اول دشمن رو، بعدن دوستان ضعیف رو، دوستان ناپایدار رو، ایدئولوژی اونها رو، بعد رقبای خطرناک رو که امروز حکم فرمان قتل میدن اینجا اونجا، ما باید اینها رو روشن کنیم تا استراتژی ما، وقتی این استراتژی ما روشن شد، نیروهای ما بیشتر شد، ما در همه جا شکوفا خواهیم شد. این گل در لحظه معین، در گاه معین، در سبززار در واقع شاداب خودش در جامعه ما باز خواهد شد و هزاران نه میلیون ها انسان همراه با ما حرکت خواهد. ما باید دلسوزانه بمونیم، صادقانه بمونیم، به خارج اتکای چیز نکنیم. از پول خارج اوضاع انقلاب ایران گرم نمیشه، جز اینکه ضربه و خیانت به جامعه. هر کی هم میگه من میتونم برم این کارو بکنم، به اونها هم باید بگیم بس کنید این بازی ترفند کهنه رو دیگه. ما احتیاج به ابراهیم یزدی و آقای قطب‌زاده و که از خارج صادر بشن به ایران، ما به احتیاج به اینا نداریم. بازی باز بکنید، اونهایی که تجزیه ایران رو دارن پیش میبرن، به نام انقلاب و به نام خلق میرن کار تجزیه طلبانه میکنن، 2000 از اینجا میگیرن، 5000 از اونجا میگیرن. اینها باید بدونن که به دموکراسی در ایران خدمت نمیکنن. جناب عبدی، قصه بزرگه، این یک ادراک و یک فهم استراتژی در این زمینه باید نیرو گذاشت. این یک صفحه و دو صفحه نیست. ما باید روی این مخاطب ما رو گفتمان سازی گسترده بکنیم، فهم و ادراک اون چی که در اصل خودش دکتر شاپور و بختیار داشت رو، اون نوع فهم ها رو در جامعه ما، اون ادراک رو. اینها با صدها جلسه آقای دکتر نوریانا و ادهی که خاطرشون هست از حسینی ارشادها، یادشون هست که فلسفی چی میگفت، حجازی چی میگفت، افراد به هر حال همین علی خامنه‌ای در زمان انقلاب، اینا گفتمان خودشون رو در مساجد ساختن. اینا با نوار خمینی قدرت نگرفتن، اینا صدها جلسه گذاشتن. ما 6 ماه مونده بود انقلاب، 50,000 نفر رو میتونستیم بسیج بکنیم، ولی اینا که اومدن 1,000,000-2,000,000 رو آوردن و ما رو زیر گرفتن. ما باید بتوانیم ادراک و فهم تحول دموکراسی خواهانه رو در اشکال گوناگون پیش ببریم، با هوش و ذکاوت و دانایی و توانایی نیروهامون رو بسیج بکنیم. اگر نکنیم یک بار دیگر خواهیم باخت جناب دکتر رویانا. بله، عرض کنم که من دوست دارم هر بحثی که شروع میشه به انتهایی برسه، بعد بریم به بحث دیگری. آقای عبدالی، پاسخی ندارین شما؟ نظرم کنم دکتر، اگر اجازه بدیم. بفهمه. بفهمه دای عبدالی. بسیار دارم، ممنونم از شما. عرض کنم من نظر خودم اینجا عرض کنم. اول از تلاطم در استراتژی فرمودم. من تلاطم نمی... صدای من قطع میشه؟ بله قطع میشه. اگر که من شما دوربینم رو ببندید شاید دوربینتون رو ببندید. عرض کنم که از تلاطم در استراتژی فرمودن جناب سلیمی، من اینو بیشتر به عنوان یک نمیدونم، متاسفانه قطع شدش. میخواستم خانم اگر که از اون بهتره من ادامه بدم دکتر. اگر میتونید ادامه بدید، چون قطع میشه ما نمیشنیم شما چی میگید. حالا بگذاریم یه مدتی بگذره وقت. خانم قیاسمند تشریف دارید؟ پیامی داریم از خارج؟ بله هستم آقای دکتر. سلام عرض میکنم خدمت شما، سلام عرض میکنم خدمت آقای سلیمی، دوستان عزیز حاضر در نشست و بینندگان و شنوندگان عزیز مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران.
عرض کنم که آقای سلیمی، کمال اسماعیلی برای ما نوشتن که آقای سلیمی، من هر وقت در جمعی از مبارزان علیه جمهوری اسلامی شرکت میکنم و راه حل‌هاشان را در راه برانداختن این حکومت میشنوم، بی اختیار میکوشم از گوینده بپرسم که بعد از سرنگونی حکومت فعلی وضع ایران را چه میبینید؟ و آیا میشود امیدوار بود که با فروپاشی این رژیم ما صاحب یک کشور دموکرات خواهیم شد؟ امروز هم میخواهم شما به این پرسش من پاسخ بدهید. آیا هنوز هم اینها بروند هرچه جایش بیاید بهتر از این خواهد بود؟ سپاسگزارم. این یکی از پرسش ها هست. مرسی. جناب سلیمی، میکروفونتون بسته است. میکروفونتون بسته است آقای سلیمی. صدا رو دارید جناب دکتر؟ الان آمدش، بفرمید. بسیار خوب. ببینید، فرمودید که آقای کمال اسماعیلی، من اسم رو یادداشت کردم، آقای اسماعیلی عزیز، آلبانی که من درش زندگی میکنم در سال 1945 سالها بود که این استبداد فاشیستی در اینجا حکومت کرد و میلیون ها نفر رو کشتن و من با افراد زیادی برخورد کردم که میگفتن ما در برلین به ویژه مردم گوشت انسان میخوردند، از گوشت گربه و سگ و اینا خورده بودند، بعد گوشت انسان میخوردند. من با این آدما واقعا برخورد کردم و برای من تعریف کردند و میگفتن که اون موقع میگفتن که آلمانا در خونشون فاشیسم هست، خودشون میگفتن، و هیتلر در خون اینها بوده، اونها میگفتن. من بعد میگفتن ولی ما ادهی از رهبرانی داشتیم، مثل آدنایر، مثل همون لودویگ ارهارد، مثل کی، و بخشی از مردمی داشتیم، اونها میگفتن، همون پیرزن پیرمردهایی که من در اینجا 30 سال پیش با اونها برخورد کردم و در نوشته های اینها هم هست، در تاریخ اینها هست، میگفتن که دو نوع اکستریم در اینجا بودن، اکستریم انسانیت خواه و اکستریمی که با فاشیستا بودن. اون فاشیستا در واقع اون آدم خارانی که آدم سوزانی که این جامعه را اونجا کشیده بودند، اونها در یک جنگی مغلوب شدند و اون بخش دیگر مردم در واقع تونستند کشور را بگیرند. ببینید، این اکستریم رو شما بردارید بیایید در جهان امروز، در قرن 21، در جامعه‌ای که 150 سال برای دموکراسی مبارزه کرد، خب ما چرا نباید بتونیم؟ ما 5 میلیون 6 میلیون ایرانی در خارج کشور داریم، اینها جز موفق ترین ها هستند، فرزندان ماها حقوقدانن، پزشکن، مهندسان خوبن. در همین شهر کل صدها دکتر هست، وکیل هست، مهندسان هستن، افرادی هستن که کامپیوتر رو به نحو اعلی پیش بردند. شما میدونین جامعه ایرانیان چقدر موفقن و چقدر خوب و باهوش بازی میکنن، چقدر واقعا جایگاه خودشون در ادارات، در سازمانهای تولیدی، چقدر واقعا به نظم و به قدرت و به کار و به هوش. من واقعا به این ایرانیانی که در خارج از کشور هستن عمیقا کار اینها رو میبینم و این فرزندان نسل بعدی ما رو ما داریم نظارگر اینها هستیم. اینها همینها میلیون ها اینجور جوان در داخل ایران دارن میسوزند. فقط باید هندسه قدرت رو، من خوشبینم، هندسه قدرت باید عوض بشه، این رژیم باید برانداخته بشه و این ایرانیان داخل و خارج در قرن 21 باید این رو بسازند. ما باید امید رو، اونهایی که در واقع میاین امید رو میخوان تخریب بکنند، باید به اونها بگیم که ما تنها راهی که داریم اینه که کوشش بکنیم، تلاش بکنیم، خطوط رو روشن کنیم، اهداف رو بگیم، استراتژی رو روشن کنیم و بعد امیدوار باشیم به مردم ما و این خواهد شد. این امیدی هست که من واقع بینانه هم میبینم. این عرض من هست جناب دکتر. بله، خیلی متشکرم. آقای حسن دانشور، بفرمایید. خیلی ممنون. سلام میکنم به مهمان گرامی و دوستان حاضر در جلسه و تماشاگران این برنامه. خب آقای سلیمی در یک پهنه خیلی وسیع صحبت کردن که یک کمی کار آدم مشکل میکنه یک کدوم قسمت رو وارد بحث بشه. از آنالیز کشور و جمهوری اسلامی، وضعیت مردم گرفته تا نیروهای مختلف سیاسی و غیره زده، ولی سعی میکنم برگردم به تم اصلی سخنرانی که نقش احزاب و نهادهای مدنی در گذار به دموکراسی بود.
و اینکه حالا خود این نقش احزاب هم حالا از جنبه حزبی و سازمان سیاسی بگیریم میتونه نقش مثبت و منفی باشه، چون حتما به ضرورت این تشکیلات سیاسی نقش مثبت ندارن در گذار، بعضیشون نقش منفی هم دارن. ولی از اینم که بگذاریم روی این خیلی تکیه نخواهیم بکنیم، اینه که موضوعی که ایشون فرمودن در ابتدای سخنشون کاملا درسته. در حکومت‌های دیکتاتوری توتالیتر در واقع احزاب و نهادهای مدنی که فکر کنم منظورشون هم نهادهای مدنی بود، اینا در واقع به قدرت و امکان حیات ندارن و اگرم بخوان فعالیت بکنن خیلی خیلی در حاشیه و محدوده و ارتباط خیلی وسیع با جامعه نمیتونن داشته باشن. بهتر این امر تجربه شده تمام تجربه تاریخی دنیا نشون میده ما، و این حرف هم درسته که در زمانی که برآمد جنبش‌های مردمی آغاز میشه، مردم به خیابان میرسن، امکان شکوفایی و بالیدن این نیروها در یک مدت خیلی کوتاه اون هم وجود داره. کافیه که به قول آقای سلیمی ریشه‌های اینا تو جامعه هنوز حضور داشته باشه. ما همین امر رو در ابتدای انقلاب سال 57 هم دیدیم. نیروهای سیاسی که مثلا ازشون 5-6 تا بیشتر آدم نمونده بود یهو بادبادکی رشد کردن و صدها هزار جوان بهشون پیوستن. البته من اینو به عنوان یک امر مثبت نمیگم، به عنوان یک موضوع واقعی که ممکن اتفاق بیفته میگم. اما اینکه برگردیم به مسئله استراتژی گذار و اینکه رهبران دلسوز باهوش و با ذکاوتی لازم است که این کار بکنم، اولا من فکر میکنم که مقایسه استراتژی نظامی با تحولات اجتماعی میشه انجام داد، ولی خیلی کم به هم شباهت دارن. یعنی توی نظام و استراتژی نظامی عواملی وجود داره که روشنه، ولی مثلا در مورد تحولات اجتماعی شما هرگز از قبل نمیتونین پیش بینی کنین که چگونه یک حکومت میفته. حتی در کشورهای مثلا بلوک شرق که همه وابستگان روسیه شوروی سابق بودن، هر کدوم به یک شکل اتفاق افتاد، یا در جای دیگه همینطور. در آینده ایرانی که جمهوری اسلامی خواهد افتاد تردیدی نیست، چون این آنالیزایی که تمام شب و روز ما از تمام تلویزیون‌ها و رادیو و سخنبران می‌شنویم و خود مردم و فیسبوک و تمام این مدیای امروزی به ما نشون میده که وضعیت جمهوری اسلامی چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ بین‌المللی خیلی محکم نیست. بنابراین این حکومتی است که و به خصوص حکومتی بسیار آنتیک و مال این دوران نیست. بنابراین خیلی امر دشواری نیست که پیش بینی کنیم این حکومت خواهد رفت. اینکه چگونه خواهد رفت، من تا حالا ندیدم کسی بتونه ادعا کنه و یا استراتژی بده که این چگونگی رفتن جمهوری اسلامی رو با خطوط روشن بیان کنه، ولی اینکه خواهد رفت تردید توش نیست. اما به نظر من اون استراتژی که ما صحبت میکنیم برای آدمای باذکاوت و باهوش رهبران درجه یک برمیگرده به اون از اون لحظه‌ای که حکومت میفته. یعنی ما باید بتونیم به مردم ایران نشون بدیم. اصلا این سوالی هم که یکی از این افراد از خارج کرد سوال بسیار درستی بود، گفت آیا پس از فروپاشی ما به دموکراسی قائم بشید؟ این پاسخیه که اون فرهیختگان باید بتونن بدن مردم ایران. اگر ندن دیگه خیلی فرهیخته نیستن. یعنی شما راهی به ملت ایران نشون بدین که به طور نسبی نشون بده امکان رسیدن به دموکراسی وجود داره. صرفا با بیانات احساسات غیر درست ما و علاقمندی ما به مردم ایران و نفرت ما از آدم هایی که ضد ملی هستن، ضد مردم هستن، فاشیست هستن، این کافی نیست. ما باید مردم ایران نشون بدیم، چون نشون دادن این هم بخش مهمی از اون استراتژی هست واقعا، که نشون بدیم اون فرهیختگان بتونن نشون بدن که یک چنین امکانی وجود داره که ما رو میرسونه به دموکراسی و استبداد کنن. اینکه ما بگیم چون ما خواهان دموکراسی هستیم بنابراین ما این کار رو خواهیم کرد، این هنوز چیزی گفته نشده در واقع، این هیچ ربطی به استراتژی نداره. بنابراین حتی اینکه ما بزرگ بشیم نیروها به ما بپیوندن این هم تعیین کننده نیست. شما میتونید با نیروی خیلی عظیمی وارد داستان بشین و حکومت رو به دموکراسی افتادن حکومت رو به نتیجه رو به دموکراسی نرسید. اتفاقات زیادی تو 100 سال گذشته در منطقه خود خاورمیانه ما یا آفریقا این برابر افتاده که صدها هزار مردم به خیابون اومدن. شما مصر رو نگاه کنین، کشور عربی رو نگاه کنین، بهار عربی رو ببینین، که واقعا میلیون ها انسان خواهان تحولات مثبت جامعهشون بودن نشد. چرا؟ چون اون استراتژی که مردم بگه این کارو بکنین و این راه شما رو به دموکراسی، اون وجود نداشت. و
بنابراین به نظر من به جای کلیگویی در مورد دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و غیره خیلی هم خوبه، هیچ ضرورتی نداره. ولی فکر می‌کنم در این مرحله مردم ایران با توجه به این آگاهی که امروز به صورت خیلی وسیع از طریق مدیا انجام میشه اینا رو میدونن. بنابراین اون چون فرهیختگان باهوش و بازگاوتی که جناب علی گفتید باید بکنن، نشون دادن اون عملی اون استراتژی، یعنی بگه یک ما این کارو میکنیم وقتی بولیستون افتاد، دو این کارو میکنیم، سه این کارو میکنیم. و این مشکله. وقتی که اینو روشن کرد بعد تازه معلوم میشه که رقبا کیان، وگرنه الان رقبایی که نام بردید شما، مثلا سه چهار تا رقیب نام بردیم، گفتیم مثلا نیروهای تجدید خواه، نیروهای فلان، نیروهای فلان، مجاهدین روزانه، این هنوز این تفکیک خیلی دقیق نیست و قابل اثبات نیست. میتونی یه مقداری به گفته ها و عمل کرده اینا بپردازیم، ولی اینا میتونن بگن ما عمل کردهمون رو نقد میکنیم، ما گفته هامون رو درست میکنیم، ما راهمون رو عوض میکنیم، به هر کسی هم حق داره این کارو کنه. ما نمیتونیم بگیم نه ما شما رو هرگز نخواهیم بخشید، ولی اونجایی میشه مشاهده‌های متقلب و جنایت متقلب و جنایت توتالیته و جنایت مستبد رو گرفت که توی استراتژیشون نشون بدیم اشتباهه، این استراتژی به دموکراسی نخواهد رسید. بنابراین مسئله رقابت سیاسی امروزه خارج از دموکراسی بی‌معنیه. یعنی امروز یک نیروی دموکراتیک نمیتونه بگه من رقیب من سازمان مجاهدین خلقه، یا نمیتونه بگه رقیب من کمونیست هست. ممکنه در آینده‌ای که دموکراسی در کشور ما مستقر شده این رقابت معنی پیدا کنه، و این رقابت زمانی معنی پیدا میکنه که برنامه‌ای حزب برای تحولات سیاسی داخل کشور زمانی که دموکراسی مستقر شده خودش نشون بده، و بعد پشتوانه مردمی هر گروه سیاسی اونجا معلوم بشه. اونجا معنای در واقع رقابت سیاسی در اونجا به درستی مشخص میشه. خارج از دموکراسی ما همه بحث، همه گروه‌های سیاسی در واقع یک کلوپایی با یک ایدئولوژی‌های حزبی، یک ایدئولوژی‌های سیاسی، چیزی بیش از این نیست. یعنی به مفهوم واقعی سازمان سیاسی و حزب سیاسی نیستن. همونجور که شما گفتین که دولت حکومت‌های استبدادی یا حکومت‌های دیکتاتوری و توتالیتری امکان فراهم نمی‌کنه، برای برونه فراهم نمی‌کنه. بنابراین به گمان من ما اگر بخوایم کار این استراتژی که شما گفتیم بخوایم بهش بپردازیم، باید بگیم که خب جمهوری اسلامی افتاد، چه راهی رو شما پیشنهاد میکنیم برای رسیدن به دموکراسی؟ در اونجا میتونیم صحبت کنیم بشه که اگر فرصت بشه بعد اگر از من یه وقت سوال کنیم من به تو خواهم گفت چه راهی از نظر من مثلا قابل عمل نیست. خیلی ممنون. بفرمایید جناب سلیم. خب زدیم این من پیشنهاد میکنم شما میکروفونتون رو نبندید. چشم عرض حضورتون که در بخش بزرگی از فرمایشات آقای دانشور همپوشانی دیدم با صحبت من. فکر میکنم یکی دو زاویه هست که اون هم در واقع زاویه از نظر تکمیل بود یا اینکه یک نگاه جدید بود که مالاً عرضم رو میکنم. به ویژه نکته آخر اون نگرانی که آقای دانشور تایید کردن از سوی اون فردی که سوال کرده بود، که اون نگرانی رو همه ما داریم که برای روشن کردن دقیق‌تر. اما سوال آخری که اگر پس از اینکه رژیم سرنگون بشه بشود چگونه میشه دموکراسی رو برقرار کرد، اتفاقا در همین چگونگی سرنگونی و از بین رفتن رژیم جمهوری اسلامی است که تا اونجا اگر به اون نقطه برسیم چطور این سرنگون میشه؟ آیا یک کودتای روسی صورت میگیره؟ یک جنرالی میاد که وابسته از درون خود این هاست ولی دموکراسی خواه و دموکرات نیست، از درون ارتش این هاست، یه چهرهیه که نه شمخانیه نه سلامیه نه اونه نه اینه، هیچ کدوم نیست، یا آدم ناشناسه یا آدمی از ردیف بالا ولی ناشناخته، اون اینو سرنگون میکنه، ملاها رو سرنگون میکنه، میگه ارتش چهار تا ماده رو میخونه، حتی در آغاز ممکنه وعده هم بده من چنین و چنان میکنم، خارجه میارم فلان، ولی در واقع چه پس از سرنگونی اینها دوباره یک ماجرای دیگری مثل تحولاتی که در عراق هست، یک رئیس جمهور با چند نخست وزیری که آخر سر هم خب رئیس سازمان امنیت اونها میاد. ما نمیدونیم. من این حرف رو با آقای دانشور هم نظر هستم که ما چگونگی این خطوط استراتژی ما که عرض کردم که یک سری خطوط رو ما روشن میکنیم، ولی ما اشکال و اجزای دقیق این که این چیز چگونه هست رو نمیتونیم از الان بگیم. ما میتونیم بگیم که
این رژیم توتالیتاریست، حاکمیت تامگرا داره، اینو نمیشه فقط با یک تغییر، با یک عقب نشینی از درون خودش اینا به پس راند. ما میتونیم بگیم ما احتسابات و حرکتهای گسترده و همراه با قیامها و همراه با تشکیل سازمانهای گوناگون از پایین و و همه اینا رو ما میتونیم، این اشکال رو میتونیم حدس بزنیم، دیدیم اینا رو، ولی باز در نهایت یه شب یه کودتا میشه، بعدن مردم میریزن، ما اینا رو جزئیات نمیم، ما اصلا همچه ادعایی نداریم. اما استراتژی به معنای یک فهم و ادراک چگونه این رژیم سرنگون میشه، این ممکنه اصلا در چند دور این رژیم بره، بعد کسی بیاد مدعی قدرت باشه، اونم دوباره مردم اونم بندازند، یعنی یک جنرالی، یک سپاهی، یک ارتشی بیاد اون رو هم مردم بندازند و این مدتی طول بکشه. ما اینا رو نمیدونیم. جناب آقای دانشور، شما خودتون از کسانی هستید که در این زمینه تجربه اندوختید، دوران من صحبتهای شما رو در مجلس مهستانتون گوش میکنم، شما تجاربی رو گوناگونی رو حمل میکنید، میدونید که این اجزا ضرایط خودش رو داره. اتفاقا در اینجاست که از ذکاوت و از هوش و از توانایی نیروهای دموکرات صحبت میکنیم. ما به درستی میدونیم که بعضی از این نیروهایی که امروز در سفر رقبا هستند، امکان دارد به درجه خودشون رو تغییر بدند، یا رنگ عوض بکنن، یا واقعا بخشی از اینها تغییر بدن، خودشون رو عوض بشند، اون سازمان خودشون رو، رهبران خودشون رو تنها بذارن. ما اینا رو نمیتونیم بگیم. ما راه حل هایی که هنوز میخواد، من میتونم به صراحت بگم که در ایران امروز دیگر اسلامگرایان شانسی برای پیش بردن نظریه های انقلابی ندارند. من میتونم بگم که روسری به سرها دیگر شانسی ندارند، جامعه برای اینها نیست. من میتونم بگم جناب آقای دوست محترم بزرگوار آقای دکتر ابوالحسن بنی‌صدر، مجامع اسلامی شما 5 سال پیش معلوم نبود بتونه پیش ببره یا نه، امروز دیگه این اسم نمیتونه پیش ببره. مجاهدین خلق نمیتونن با روسری و با اون ابزار و با اون تشکیلات بیان توی مردم ایران قدرت بگیرن، نمیتونن. اگر یک جنرالی هم بیاد، اگر یک اینطوری نیست، یک سری از چیزا دیگه پشت سر بود. ملی مذهبی ها نقش این آخوندهای اینها پایان پیدا کرده. آقای کاظمیان و آقای رضا علیجانی باید برن یک راه جدیدی رو برن، باید یه جای دیگه برن. اما افرادی هستن، تن و سازمان هایی هستن که لباس اینا رو ما میتونیم هی بریم جلو، واقعی هم هستن اینا، چون با شناخت 40 ساله ما پس از انقلاب میشه اینا رو گفت. اگر من از استراتژی آبهای متلاطم صحبت کردم، نه استراتژی متلاطم، از استراتژی آبهای متلاطم یک کشتی کوچکی اونجا هست که این کشتی جاوای نوریانا سعی میکنه در درون آبهای متلاطم یک ثبات ایجاد بکنه. همه جریان به درون اون کشتی مربوط میشه. اون کشتی باید به سرمنزل مقصود برسه. اون کشتی در درون آبهای متلاطم، در درون اون باید ثبات ایجاد بشه، نیرو به وجود بیاد تا بتونه در واقع این کشتی به سرمنزل مقصود برسه. کشتی در درونش به گونه ای باید از تلاطم دور بمونه، در یک اقیانوس متلاطم، ولی یک کشتی که بتونه درش ثبات باشه. و این ثبات اینه که ما به عنوان نیروهای تحول خواه، این کلیگویی نیست، ما نوسان نکنیم. ما یک بار به خاطر اینکه 4 تا مبصر کلاس رو بیاریم، بعضی ها این تئوری رو داشتن، میگفتن این که شلوغ میکنه اینو مبصر بکن. خب این تئوری های مبصر ساختن و با هر کی ساختن و روی یک پارچگی ایران، ملی ایران نوسان کردن و یک بار بار نمیدونم فلان نیرو رفتن و یک بار به نیروی خارجی متکی بودن، استقلال آقای بنی‌صدر رو انتقاد بکن، به درستی انتقاد باید بکنی. استقلال ایشون دیگه نظر مال 30 سال پیشه، زمان دکتر مصدقه، دوران اون در دوران زمان گلوبالیزاسیون پایان پیدا کرده، اون استقلال پیش نخواهد کرد. اما این به این معنا نیست که ما بریم به خارجی، به آمریکا متکی باشیم، فکر بکنیم که در ایران میتونیم دموکراسی بسازیم. وقتی که کسی نوسان میکنه، یک روز روی فدرالیسم نوسان میکنه، روی یک پارچگی ملی نوسان میکنه، این دیگه در درون اون کشتی که درش ثبات هست نمیگنجه. این اصول ما را در واقع نقض کرده. من با این صحبت ها میخوام بگم که جناب آقای دانشور، این امر یک ادراک گسترده است. من از الان خطوطش رو نمیتونم تعیین بکنم، میتونم یک نزدیک بشم. در آلمانی واژه‌ای برای این وجود داره، من نمیدونم به انگلیسی اینا چی میگن، میگن ان نهرونگزوایزه، یعنی نزدیکی تدریجی به امر واقعیت.
این یه نوع متدولوژی حرکته که شما اینو در اجتماع پیاده کنید میشه در واقع خطوط کلی استراتژی شما، ولی باید مدام این استراتژی رو نیروهای بازق، این یک جنگ نیروهای بازق، این احساسات نیست. اگر جناب عالی فکر میکنید که من دارم با احساس حرف میزنم یا احساساتی رو دارم برانگیخته میکنم یا با خوشبینی، من تمام حرفم از یک محاسباتی هست، ولی با یک نزدیکی تدریجی و مشاهده کامل در یافتهای حسی که هم از زندگی 40 ساله ماست، هم شناخت دقیق تمام نیروها روزانه، ما باید بدونیم که چه بخشی از سپاه و نیروهای انتظامی، نیروهای بسیج کی به ما میپیوندن. ما باید ارزیابی داشته باشیم. بازنشستگان ارتش به شهربانی و لشکری بخش عظیمی اینجا اعلام میکنم جناب دکتر نوریالا که وقتی گرفتن جلوی مجلس تظاهرات کردن و گفتن که ما حقوق ما 1,500,000 تومان هست، اینها چند صد هزار نفرند، اینها دیگه نیروی رژیم نیستن، اینها نیروی ماند. من یه نکته جناب آقای دانشور رو تایید میکنم، اونم اینه که هر گونه حرکت گسترده مردمی به نفع ما نیست. اتفاقا ما باید هوشیار باشیم که بگیم که در درون اون نیروها این حرکت امروز مثبت یا منفی، اونم جزی از استراتژی ما هست. جناب آقای دانشور عرضم تمومه آقای دکتر. خیلی متشکرم. آقای دانشور دکتری دارید بفهمید؟ بله با اجازهتون. اولا من به احساسات آقای سریبی رو احترام میذارم و ضروری هم میدونم، یعنی آدم مبارز بدون احساسات بی‌معنیه، برای بخشم از مبارز است، ولی منظورم چیزی این نبود که این احساسات رو نباید خرج داد. منظورم این بود که تیتر و عنوان سخنرانی رو من مخواستم برم واردش بشم. ولی اولا ثانیا ببینید، شما یه عناصر تو گفتگوی الانتون نشون دادین که در واقع درست هم هست و این نشانه اینه که جامعه ما پتانسیل رسیدن به دموکراسی خیلی زیاد داره، زیادتر از بسیاری از کشورهای عربی یا همسایگان ما. اونم دلایل تاریخی داره، دلایل وضعیت جوان بودن کشور داره، خود نظام شاهنشاهی تحولات مثبتی رو به وجود آورده. تمام اینا دلایل زیادی که ما وارد بحث نمیشیم، یک مجموعه رو به وجود آورده که امکان گذار به دموکراسی رو در منطقه خاورمیانه به گمان من و شمال آفریقا در مورد ایران به مراتب آسان‌تر می‌کنه تا جای دیگه. اما مسئله‌ای که من گفتم که جمهوری اسلامی رو ما نمی‌دونیم واقعا چجوری سرنگون خواهد شد و ما نمی‌تونیم نیروهای سیاسی رو متحد کنیم برای سرنگونی جمهوری اسلامی فقط، چون این معلوم نیست که بازده خوبی اصلا داشته باشه این کارم بکنیم، ولی ما یک کار میتونیم بکنیم که اون اهمیت داره برای رسیدن به دموکراسی، و اون اینه که ما باید بدونیم که نگاه کنیم به اتفاقایی که تو این 10-20 سال گذشته افتاد و این تحولات بزرگی که تو منطقه خاورمیانه با عربی افتاد چرا به نتیجه نرسید، یا چرا شد سوریه، چرا شد عراق. خب اینا درسایی که ما میتونیم ازش بگیریم. یا افغانستان شد. یکی از مهمترین دلایلی که این اتفاقات افتاد داغون کردن بوروکراسی موجود بود. یعنی پس ما این کار نباید بکنیم، یعنی باید مردم ایران بگیم آقا مطلقاً بوروکراسی که از جمهوری اسلامی باقی مونده داغون نکنید، وزارتخونه ها رو حمله نکنید، بانگار خراب نکنید، ارتش رو داغون نکنید، اینا ما بعداً نیاز داریم. یک. خب این یک نیروی سیاسی وقتی همجای نمیگیم در مقابل قرار میگیریم با کمونیست‌ها، در مقابل قرار میگیریم با سازمان مجاهدین، در مقابل قرار میگیریم با کسایی که خواهان انقلاب نمیدونم کمونیستی سوسیالیستی مسلحانه غیرزانه. درسته؟ این رقابت عملاً اینجوری انجام میشه. یه نکته. نکته دوم اینه که قبولوندن این فکر به ملت ایران و تبلیغ حول این فکر که برای رسیدن به دموکراسی رقابت‌های گروهی، سیاسی، حزبی، فرقه‌ای باید موکول بشه به بعد از مجلس مؤسسان. باید موکول بشه به بعد از استقرار حکومت دموکراتیک. هر رقابتی که قبل از اون انجام بشه به دامن زدن به تجزیه، دامن زدن به بی‌ثباتی در کشور خواهد شد. برای رسیدن به دموکراسی ما از بی‌ثباتی در نمی‌آییم. دموکراسی باید برای رسیدن به دموکراسی راه نسبتاً آرامی باشه، فضای گفتگو باشه، و این فضای گفتگو رو به هیچ عنوان نباید به هم زد. اینجاست که نیروهای رقیب دستشون رو میشه، اینجاست که اگه این فکر شما ملت ایران بقبولونین، اینجاست که به قول شما بخشای زیادی از سپاه یا ارتش گرزانه به مردم خواهند پیوند، برای که مطمئن خواهند شد که ما خواهان دگرگونی انقلابی اون مفهوم زیر رو شدن نیست. یعنی نکته. بنابراین آخرین نکته هم اینه که بنابراین این سوال پیش میاد، خب چه گونه قدرت سیاسی پس باید بعد از جمهوری اسلامی بیاد؟ این سوال خیلی منطقیه که مردم ایران از ما بکنن.
به گمان من پاسخ یک آدم دموکرات به این سوال خیلی ساده است. یک قدرت سیاسی بی‌طرف نسبت به ایدئولوژی‌های حزبی، نسبت به فکرهای سیاسی، نسبت مثلا، یعنی ما میگیم آقا اون کسی که میخواد فدرالیسم در ایران برقرار کنه الان اجازه نداره بگه. این مال دوره بعد از استقرار دولت دموکراتیک، بعد از پارلمانه. هر خواستی، اونایی که کمونیستایی که میخوان نمیدونم طبقه کارگر نمیدونم وضعیت اینجوری بکنه، میگیم این خواست تو اجازه داری این خواست داشته باشی، نه حالا. این خواست مال دورانی که دموکراسی مستقر بشه. بنابراین بحث اساسی اینه که این فکر رو مردم ایران بتونیم بقبولونیم که قبل از استقرار دموکراسی، قبل از نوشته شدن قانون اساسی، هیچ گونه رقابت حزبی اجازه عملی فعالیت پیدا نکنه. و این قابل پذیرش برای مردم ایران، چون منطقی این قضیه که این دوره رقابت نیست، دوره آرامش برای گذار به دموکراسی، برای نوشتن قانون اساسی، برای انتخابات اعضاب. و ما میدونیم که دموکراسی بدون انتخابات اعضاب بی‌معنیه، ولی تنها تفاوت اینه که این پریود رو جابجا نکنیم، نیاریم جلو. خیلی متشکرم. می‌فرمایید آقای؟ خب اینجا بحث خیلی بول فرنگی ها انترسانت شده آقای موریانا. بله خیلی انترسانت شده. من خوشحالم که ما وارد این بحث داریم میشیم، در همین گفتار امروز میشیم. ببینید جناب آقای دانشور، ما یه سری خط قرمزا داریم، یه سری بایت ها و یه سری نبایت ها داریم. من و همه کسانی که ایران رو دوست دارن میدونن که اگر الان بخوایم تند بریم، بروکراسی رو، دیوان سالاری رو، فن سالاران جامعه رو، دستگاه بروکراسی دولت رو خراب کنیم، نه حاکمیت رو. دولت ایران نه متعلق به دولت شاهنشاهی بود. معنای در واقع دولت و حاکمیت در زبانهای فرنگی برای ما معناهای دیگه مختلف داره. وقتی که من که در آلمان تحصیل کردم از دولت حقوقی حرف میزنم، از رژیم جمهوری اسلامی حرف نمیزنم، یا از دولت حرف میزنم، از دیوان سالاری حرف میزنم، یه درکی یه مقدار دیگر دارم از کسایی. من بارها در بحثایی که با دوستان آمریکا و انگلستان داشتم دیدم که مسئله گاورمنت و رژیم و این مفاهیم اصلا با هم استیت و اینا همه با هم دیگر قاطیه. من وارد این بحث نمیشم. میخوام بگم که در ایران ما یک دولت داریم که اینها در واقع از اون مجلسی که الان دست این جنایتکاران افتاده، یک روزی اون دستگاه مجلس با یک قانون اساسی دیگر باید بیاد، اون میشه نوک قدرت. اما اون که گرانیگاه که عوض شد در بروکراسی، در ادارات، در استانداری ها، در شهرداری ها، در کوی و برزن، در مؤسسه ها، در وزارتخانه ها، ما یک چیز دیگه ای داریم به نام دولت که اینا دارن آپارات مسائل اقتصادی و اجتماعی و فناوری ها و اینها رو. حتی ارتش ما، اگر ارتش ما و حتی این نیروهای نظامی، کلمه سپاه پاسداران رو نمیگم چون هزار تهمت و افترا بعدن میگم که سلیمی اینجا نشسته گفته سپاه رو باید حفظ بکنیم، سپاه باید کلش زده بشه. ولی من به کلی میگم اگر نیروی نظامی در ایران از هم پاشیده بشه، اولین کسی که به ما حمله میکنه طالبانه، بعدن هشت شعبیه. ما ایران، مرزهای ایران رو نمیتونیم حفظ بکنیم بدون قوای نظامی. ما با آتش نمیتونیم بازی بکنیم. ما نمیتونیم سراغ جلوی قبیله های همونطور که نادر افغان به اصفهان پاش رسیده بود، امروز طالبان الان داره اشرف غنی اون یکی رو میزنه، فردا به خراسان میرسه، به این شهر زیبای مشهد و جاهای دیگر میرسه که پر از تمدنه. اگر دستش به زرادخانه های ما بیفته فاجعه است. موشکای ما رو توی خراسان بگیرن، گیلان و مازندران و تهران زیر پای طالبانه. قدرت و آبوزش اینم دارند. بنابراین ارتش و نیروی نظامی ما یک سانتیمون نباید اجازه بده که اینها وارد خاک مرز ما بشند. ما به اسم انقلاب از این چیزا دفاع نمی کنیم آقای دانشور. این انقلاب نیست، این پاشیدن به فرمایش جنابعالی دستگاه دولت هست. من سیاسی 50 سال پیش که در آلمان به محافظه‌کاری و به لیبرالیزم اقتصادی و اجتماعی به یک کارفرما، یک مدیر عاملی هستم که در آلمان چند دهه دارم کار میکنم، میفهمم دارم چی میگم. این از این نظر عرض کردم که فرمایش شما روی چشم توتیای چشم، هیچ گونه ذره ای روی این تردید نیست که ما از هر تحولی دفاع نمی کنیم. اما
یک خط قرمز داریم. اگر بخوایم وارد از این بحث وارد این بشیم که خدای نکرده، نمیگم جناب عالی، اون بحثایی که اصلاح طلبان و اون بحثی که محمد رضا تاجیک میگه، میگه اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات، در همه جا اصلاحات زنده است، به حساب نبوی خط قرمز ما رو میگه نزدیک نرید، دست به چیز نزنید، چون رژیم نابود میشه. رژیم که نابود شد ما سوریه‌ای میشیم، ما چی میشیم، ما چی میشیم؟ اینجا خط قرمزه. یعنی من و جناب عالی، شما که به من زنهار میدید، شما که به کسانی که همون حرف کهنه باران میخواستیم سیل اومد، این باران و سیل همچنان امروز وجود داره. جامعه ایران انقلاب رو من ما روشنفکر نمی کنه. من روشنفکر، اما اگر ما در اشکال نتوانیم، این نکته بسیار ظریف آقای دکتر، اگر ما با اشکال نتوانیم، با اشکال مبارزاتی مردم، اگر جایی قیام جریان داره ایران، اینجا اینو بگم، یه زمان سال 51 52 53 همه بحثا این بود، آقای دانشور باید یادش باشه، تئوری های آقای نمیدونم مسعود احمدزاده اینا بود، ارتش خلق به نوعی که جنرال جاپ و دیگران برآورد میکردن که 1365 ده سال بعد از اون 55 میتونه انقلاب ارتش خلقی پیروز بشه. حرف بیژن اومد گفت آقا قیام در تهران میشه و این رژیم سرنگون میشه. این بحثا در ایران همچنان در اون دوران بوده، امروز هم بوده. این نکته رو میخوام خدمت آقای دانشور بگم، اگر قیامی در ایران صورت بگیره دست من و شما نیست. من و شما با شعارهای ما قیام وجود نمیاد، به قیام از انقلاب اجتماعی در پیشه آقای دانشور. این انقلاب و این تحول در بالا نیست، ما باید بفهمیم یا باید بتوانیم این انقلاب رو، خط قرمزها، زنهارهای ما میتونه سبب بشه گروه ایران آرشیستا و گروه مجاهدین، کانونهای شورشی و هزار اشرف و دیگر کسانی که میخوان بخشی از ایران رو آزاد بکنن، اونها برن بگیرن و اونها چه خواهند داد دیگه معلوم نیست. بنابراین از نباید مردم رو از اشکالی که اتخاذ میکنن ترساند یا نگرانی ما رو به اونها وارد کرد. ما انقلاب اجتماعی رو تعیین نمیکنیم. به فرمایش شما ما فقط میگیم که این حرکت نباید، بانک ها رو آتش بزنید، دستگاه های دولتی رو پمپ بنزین اجازه ندارن، اونم تازه موقعی ماها رو میشنوند که ما بتونیم واقعا در این نیروی واقعی اجتماع بتونیم در واقع زنهار ندیم، به شکل اصلاح طلبان و به شکل کسانی به اونها نزدیک نشیم، این تحول رو درک بکنیم، از خودمون پتانسیل نشان بدیم، ولی بعد در مجرای عمل به اونها بگیم که اینها نبایدهای ماست. ولی اینا همه ادراکه، ما میتونیم ساعتها بشینیم، من صحبت بکنم، آقای دانشور به من انتقاد بکنن، ما باید در عمل با هم دیگه نزدیک بشیم. آقای نوریانا خیلی متشکرم. امروز به طرز عجیبی از داخل مهستان سوال کمه، اما از بیرون ما با یک سیل سوالات مختلف روبرو هستیم. من دو نفر از دوستانمون در داخل مهستان هم امکان صحبت ندارند و پرسش خودشون رو کتبی نوشتن. آقای آدام عبدی پرسیدند که آقای سلیمی، نظرتان در مورد درخواست از سازمان‌های سیاسی برای ارائه یک قانون اساسی متناسب با اهدافشان چیست؟ این یه سواله. سوال دیگه‌شون هم اینه که نظرتون برای برگزاری راهپیمایی در همه ایران برای تغییر قانون اساسی با شرکت همه گروه‌ها چیست؟ گفتش که اگر بشه که خوب دوغی می‌شود، ولی قسمت اول رو میتونید پاسخ بدید آقای سلیمی. تشکر. اجازه ببینید جناب دکتر، آقای عبدی فرمودید، آقای دکتر بله. بله آقای عبدی گرامی، ببینید من جز کسانی هستم که امر قانون اساسی رو، حتی عزیزانی دوستانی اومدن به هر حال محبت فرمودند، بخش اقتصادی قانون اساسی رو برای من فرستادن، گفتن که به هر حال نظر خواستن و ایران. ببینید من اصولا با مراحل، من معتقدم که ایران بدون یک قانون اساسی، که این قانون بخش بزرگی از این قانون که به حقوق اساسی مربوط است، چون قانون اساسی شما عزیزان میدونم که بارها در اینجا نشستید در مهستان راجع به قانون اساسی، حقوق اساسی،
اینا صحبت کردید، من بنابراین تکراری نمی کنم چون این ترمهای آشنایی هستش. بخشی از قانون اساسی ایران که مربوط به کلیات قوانین اساسی و حقوق اساسی شناخته شده در دنیا هست، فقط در اروپا نیست، در آمریکای لاتین، بعضی از کشورها در آسیا، اینها مسائل روشنی هستند. بخشی از قانون اساسی که حقوق شهروندی است، مسائل موضوعه هست در ایران. چگونگی ساختار و حکومت در ایران هست که فقط اون حقوق اساسی رو که با حقوق از حقوق بشر منتج میشه رو شامل نمیشه، بلکه اجزایی از قانون اساسی هستند که مسائل حقوق شهروندی و حیطه‌های مشخص ایران رو بررسی میکنه. همین فرمایشی که آقای دانشور به درستی فرمودن در مجلس آینده هست، مؤسسان هست که بعضی از این بحثا روشن خواهد شد. بنابراین ما از الان اگر وارد این دستانداز قانون اساسی بشیم کمکی نمی کنه، مثل دستانداز دولت در تبیده. این یه دستانداز، من به همه اونهایی که دلسوزی دارن میگن در خارج میخوان ده گام چیز برن، من به اونها نمی تازم. انتقاد من به اونها اینه که سپله یک قدم نکنند، واقعا ببینن که امروز جامعه چه احتیاج داره. من با کسانی که امروز چندین و چندین قانون اساسی نوشته شد، 20 سال پیش نوشته شد، 10 سال پیش نوشته شد، گروه های گوناگون قانون اساسی، من با اونا نزدیک های زیادی داشتم، نوشته شد. آقای بنی‌صدر قانون اساسی داره، اون یکی داره، چپ ها دارند. به جای برنامه هایی که قبلا بوده، برنامه ها و اساسنامه ها، یه دورانی دوران قانون اساسی نویسی شد. ولی اینا کمکی به آینده امروز جامعه ما نمی کنه. برعکس، این بحثی که امروز داریم مهستان جریان داره، چگونگی نزدیک شدن، چگونگی سرنگونی این رژیم و چگونه گام به گام به پیش بریم، چگونه همبستگی ملی رو امروز ایجاد بکنیم، چگونه از پایین و از بالا این امر رو پیش ببریم، این همون در واقع گام های اساسی ماست. در مورد اینکه یک راهپیمایی هر موقعی که قدرت ما رسید ما نمیتونیم اعلام بکنیم. بارها گفتن شاهزاده شما بیا اعلام بکن، بارها خواستن از مهستان شما بیا اعلام بکن، بارها از یک گروه دیگر خواستن یک گروه های جمع بشن. اینا را کسی نمیتونه. در داخل ایران روزی یک اجتماع میلیونی برگزار خواهد شد جناب عبدی، که اونها بعدن این راهپیمایی عظیم رو که آرزوی سوزان، اشتیاق سوزان همه ما هست، اون رو پیاده خواهند کرد. جناب دکتر خیلی متشکرم. خانم قیاسفند پرسشی هست؟ بله آقای دکتر، پرسش هست. یکی از پرسش ها این هست، خانم منیژه نصرتی از کلم نوشتند که آقای سلیمی، من در کنگره سکولار دموکرات ها شما را دیدم که به عنوان مسئول کمیته برگزاری فعالیت میکردید. همونجا هم اگر یادتان باشد از شما پرسیدم که آیا شما هم جزء جنبش سکولار دموکراسی هستید؟ شما به بهانه اینکه سرتان شلوغ است جواب مرا ندادید. حالا خوشحالم که بعد از 3 سال دوباره شما رو در جمع مهستانی میبینم که همان جمع مهستانی میبینم که همانجا در کل بنیانگذاری شد. خواستم نظر صریح شما رو درباره این جمع بدانم. قبلا مطالبی رو به صورت گوشه و کنایه انتقادی از شما در تلویزیون میهن شنیدم، اما حالا که در میان آنها هستید برایشان بگویید که درباره خودشان و تشکیلاتشان چه فکر میکنید. خیلی ممنونم از این سوال. من خانم قیاسمند و این خانم نصرتی فرمودید، من ظاهر باطن من تا جایی که خودم قدرت داشتم یکیه. من با نهایت احترام به آقای دکتر نوریالا و من جز جنبش سکولار دموکراسی بودم و هستم. بارها جناب بهبانی هم یه روز از من پرسیدند که سوالی بود، مسئله بود از من پرسیدند و به درستی من هم پایان گفتم من اراده شخصی آقای دکتر نوریالا دارم. جمع جنبش سکولار دموکراسی رو که خودم رو متعلق به اون می‌بینم، ممکنه من روی واژه سکولاریته و لایسیته امروز دقیق وارد نشم. اونجا هم اعلام کردم که اگر کنگره دیگری برگزار بشه بازم در شرکت می‌کنم. اما این به این معنا نیست که من با آقای دکتر نوریالا وقتی که عضو جنبش، خود آقای دکتر نوریالا بارها گفتن ما یه جنبش دارم، ما یک حزب سکولار دموکراسی داریم و یک مهستان داریم. من میتونم با آقای دکتر و یاران او، شما سرکار خانم، آقای بیلاد آقای، جناب حسن دانشور، عزیزانی که امروز در اونجا حضور دارن، من میتونم در جمع شما بشینم، همرایی و همفکری ما رو در بسیاری از زمینه ها با شما اعلام بکنم. من جزء جنبش سکولار دموکراسی هستم، ولی ممکنه که من عضو
مهستان نباشم. این آزادی عمل منه خانم نصرتی که از من سوال فرمودید. ولی من مسئول امنیت اون کنگره هم بودم. اگر من به شما دروغ گفتم و واقعا مشغول بودم، چون اونجا هم میدونید پلیس اومد، صبحش پلیس اومد، بعد ظهرش پلیس اومد. الان دوستان اینجا هستن که اون موقع مسائلی بود که اونجا پلیس کلن نگران بود و من بیشتر از هر کسی در جریان بودم که چه چیزی پشت پرده داره میگذره. بنابراین جان اون 200 نفری که در اونجا بودن وظیفه من بود، من به شما دروغ نگفتم. اما این توضیح را هم شما پرسشی که فرمودید، پاسخ من اینه که من همچنان عضو این کنگره و این جنبش هستم، ولی در اشکال دیگر امروز حضور من در اینجا، من این جمع رو یکی از بهترین جمعهایی میدونم که میتونه بحث بکنه. ولی بارها که من با سالها که من از دکتر محمد مصدق همچنان که از رفرم های دو پهلوی حمایت کردم، از محمد مصدق هم دفاع کردم، دلیل بر این نبود که من یک مصدقی در واقع به فرض ارتدوکس هستم یا اینکه مخالف مثلا رژیم پهلوی هستم. نه، من میتونم یه ترکیبی باشم. منم، یعنی هر کسی خودشه، یه پدیده است. بنابراین دوستی من با جمع سکولار دموکراسی با بسیاری از جمعهای دیگر هم دوستم و میتونم دیالوگ و گفتگو بکنم خانم ریاسمند. این رو عرایزی بود خانم نصرتی فرمودید، به ایشون عرض کردم. مرسی. عرض کردم که من این توضیح رو بدم که جنبش سکولار دموکراسی عضو نداره، بلکه در واقع اعلام میکند که در سپهر سیاسی ما یک جنبش سکولار دموکراسی در حال حرکت و پیشرفت هستش. اما این جنبش دارای یک مهستان هست به معنی یک پارلمان در خارج. پارلمان هم میدونید در فرانسه پارلمان یعنی محل گفتگو. در اونجا ما عرض کنم که مهستان رو داریم، وابسته به جنبش عضو میگیره، عضوش رو هم با دقت انتخاب میکنه. جناب یزدیان مسئول این کار هستن و با دقت توجه دارن که چه کسانی به عضویت مهستان در میان. تا به حال یک شنبه ها جلسه علنی داشتیم و از این به بعد یک جلسه غیر علنی هم بین خودمون خواهیم داشت. و در این حال حزب سکولار دموکرات ایرانیان هم سر جای خودش هست که سفت و سخت عضو میپذیره و دنبال سیاه لشگر هم اصلا نیستش که بخواد اصرار میکنه. ما آقای سلیمی رو جزو جنبش میدونیم، همواره ما رو تقویت کردن، در همه کنگره های سالانه شرکت داشتند و بیش از این هم از ایشون انتظار نداریم و اصلا طلبکار از کسی نیستیم. همین که ایشون خودشون رو عضو جنبش میدونن برای ما کافیه. عرض کنم که دوست دیگری که در اتاق حضور داره ولی نمیتونه صحبت بکنه، آقای وصال آزادی هست که با این مقدمه که ما چه بخواهیم چه نخواهیم یک شورش، یک درگیری، یک براندازی در پیش روی ماست و ما همگی در راه رسیدن به این نقطه عطف در حال حرکت هستیم. از شما جناب سلیمی پرسیدند که شما از امر اجماع عقل گفتید به عنوان موتور این حرکت و راهنمای آن. نظر شما در مورد تأثیر یک رهبر یا رهبریت اخلاقی چیست؟ رهبریتی که بتواند اعتماد ملی را جلب کند، انگیزه های ملی را درک کند، بزرگتر از جریان عادی زندگی باشد و بتواند تاریخ را در وجود خود فرا بخواند، خواسته های مردم را ببیند، بفهمد و بازتاب دهد. گاندی و یا ماندلا توانستند اعتماد مردم را در مبارزات به خود جلب کنند. ما چه بخواهیم چه نخواهیم یک شورش را در پیش داریم. و در نتیجه سوالشون اینه که ما همچین عرض کنم که رهبر همه جانبه ای رو که دارای این مشخصات تاریخ باشه از کجا گیر بیاریم؟ خب جناب رویالو، ما اون چی که زاویده میشه، ملت 90 سال پیش از درون پس از 15 سال تعبود استبداد صغیر و چی و چی و چی مشروطیت یک شخصیتی رو زاوید. شما خودتون دوستان میدونن که
بحث ها شد، از کوچکان جنگلی تا پسیان تا خزعل تا خود به هر حال در اون دوران اول قبل از پادشاهیش رضاخان در دستور کار بودن که این شخصیت ها بررسی ها شدن. مردم نه فروغی ها رو انتخاب کردن نه تقیزاده ها رو که اونها موثرتر و تاثیرگذارتر بودن. روی گل، روی به هر حال رضاخان میرپنج که بود شد رضاشاه ایران و بعد هم همراه با یاران خودش به هر حال حدود 15 سال در چیز تصدی پادشاهی. ما نمیتونیم برای ایران آینده تعیین بکنیم که آیا یک رهبر زایده میشه یا اینکه یک جمعی از رهبران در واقع یا یک مجموعه خواهد آمد. طبعا صحبت هایی با آقای مانی داشتیم، در اولین صحبتشون گفتن آیا کسی خواهد آمد که شبیه هیچ کس نیست. من اگه امروز بخوام بگم، من نه پیشگویی میخوام بکنم نه هیچ، ولی ما نمیتونیم بگیم که این یک کس میاد. اون چی که امروز داریم میبینیم اینه که فعلا اشخاصی داریم تاثیرگذار، شخصیت هایی داریم که اتفاقا تک تک این شخصیت ها رو ما باید احترام بذاریم. ما همه شخصیت هایی که در این دو سه دهه اخیر کار کردن، حتی با هم دیگر بحث اختلاف سلیقه هم دارن، واقعا اگر از دموکراسی، از اصول دموکراسی، یک پارچگی ایران و یک دولت حقوقی، حالا یا سکولار یا لایک، اگر عدول نکنند، همه اینها باید احترام گذاشته بشن. اختلافات سلیقه رو اصلا نباید من خودم تاثیر ببینم. من به از آقای دکتر نوریالا، آقای رضا پهلوی، آقای ایکس ایپسیلون، به همه اونهایی که واقعا مبارزه کردن، فکر درست دارن، به همه اینها ما باید احترام بذاریم. اتفاقا ما باید احترام رو در جامعه ما جاری بکنیم. ما باید بگیم که بعد از درون اینکه تحول به چه طرف خواهد رفت، هر کدوم از اینا که هوش و ذکاوت و در این هندسه قدرت بهتر بازی خواهند کرد، دل در دل مردم بیشتر جا پیدا خواهند. ولی اگر چنین بشود، یک چنین رهبری بتونه احراز موقعیت بکنه در این تحولات آینده و به لحاظ شخصیت، خطوط و به لحاظ اخلاقی بتونه این نقش رو بازی بکنه، ایران با یک رهبر درست بهتر رهبری خواهد شد. من معتقدم که اگر چنین رهبری زاییده بشه همراه با یک مجموعه از به هر حال رهبران به انسان‌های فرهیخته، ایران سریعتر به نتیجه میرسه، چون جامعه های بشری رهبر و رهبران خوب احتیاج داره. جناب نوریالا. بله، خیلی متشکرم. خانم قیاسمند، پرسشی هست؟ بله، پرسش هست. عرض کنم که در یوتیوب آقای جیمز دیویدسون، اگر اشتباه نخونم اسمشون رو، نوشتند که از آقای نوریالا تشکر میکنم، آقای سلیمی بسیار روشن صحبت میکنند، امیدوارم ایشان عضو مهستان باشند. ما موقعی پیروز میشویم که دشمن را دست کم نگیریم و بتوانیم یارکشی کنیم و مبارزین واقعی را دفع نکنیم. عرض کنم که ایشون در واقع پرسش نبود. و اما مطلب دیگه، یک اعتراض داریم. آقای، اجازه دارم بخونم آقای دکتر؟ بفهم. آقای محمود خرابی ماسوله در فیسبوک نوشتند که آقایان محترم مشروطه خواه، طبق قانون مشروطه مذهب شیعه در آن قدرت دارد و همین قدرت هم باعث شد تا حکومت فعلی را بزاید. مشروطه با شیعه گری پیوند تاریخی دارد. بهتر از قوانین مشروطه را مطالعه کنید و بعداً بگویید که با مشروطه پیوند دارید و متحد می شوید. خب اینم که پرسشی نبود. حالا آقای سلیمی پاسخی دارید به این ناپرسیدی؟ خب جواب نوریالا، ما به این دوست گرامی من عرض می کنم، من تا الان 45 دقیقه صحبت کردم، گفتم که ما یک دشمن داریم، جمهوری اسلامی است، به یک رقبایی داریم که به دموکراسی اعتقاد ندارند، به یک پارچگی ایران اعتقاد ندارند، به یک دولت حقوقی اعتقاد ندارند. اینم گفتیم رقبای خطرناک، و گفتیم دوستانی داریم که افکار و اندیشه هاشون دچار التقاط پریشانی است و هم دوست ما هستند و هم میتونن اگر بد عمل بکنن در یک جایی به ما ضربه بزنند. من در یک جایی، من فکر میکنم که در ایران ما مشروطیت، با همه انتقاداتی که من جمهوری خواه بهش دارم، مشروطیت ظرفیت داره. اولا این مشروطه اون قانون مشروطه سابق نیست. آقای
داریوش همایون، شخصیت‌های دیگری، حتی خود آقای رضا پهلوی رو نمیتونید شما با محمد رضا شاه پهلوی، من انسان چپ، عضو جنبش چپ که امروز شرم نمی کنم ولی اصراری ندارم بگم که من در سال 51 طرفدار جنبش فدایان بودم، ولی من در این قدرتی نمی بینم، من در اون ناآگاهی یک جوان پایان دبیرستان می بینم، ولی من امروز میتونم بیستم بگم که دکتر محمد مصدق اگر با شاه جوان ایران با هم دیگر اتحاد می کردن در دهه 30، ایران اگر علیه کاشانی می جنگید، علیه اون صفوی و نمیدونم اسلاف مختلف میماندند، در اون صورت ایران به این سرنوشت رقتنگیز حکومت اسلامی نمی رسید. اگر این می شد، اگر شاه جوان و دکتر محمد مصدق با هم متحد می شدند، خب ایران اینجوری نبود، حکومت اسلامی نمی اومد. بنابراین انسان ها عوض می شند در بوته تاریخ، این رو باید دید. در مشروطیت 100 سال پیش احکامی بوده که در این 40 سال بسیاری از این، اگر امروز مشروطیت را آقای داریوش همایون، آقای رضا پهلوی بیان احکامش رو به فرض اگر بخوام بنویسند، دیگه حتما نباید ما رو 100 سال پیش هم بگه کی در یک قرن پیش داره زندگی میکنه. خود این دوست عزیز با 10 سال پیش وجدان خودش رو مقایسه بکنه، فرق نکرده؟ خب فرق کرده دیگه. بنابراین اینطوری حکم ندیم که مشروطیت چون در گذشته این رو زایید یا چپ‌ها چون این حکومت را آوردن، پس دیگه چپ عدالت‌خواه وجود نداره، مشروطه انسانگرا و مدرن در ایران وجود نخواهد داشت، جمهوری خواه هم که خواب رفته جمهوری اسلامی را ساخته، پس یکی باید بیاد ایران را درست بکنه. اینجور احکام به آینده کشور ما کمک نمی کنه. من به این دوست عزیز میخوام، خواهش میکنم که یک مقدار منصفانه تر همه را بررسی بکنن و این سه خانواده مشروطیت و جمهوری خواه و چپ ایران را باید همین انسان ها بسازند و این آینده کشور ماست. من این رو واقع بینانه میبینم. بله خیلی متشکرم. منم اگر اجازه داشته باشم به عنوان یک عضو اینجا این رو عرض بکنم که در زبان ما این کلمه مشروطه خیلی معانی مختلفی پیدا کرده به لحاظ سابقه تاریخیش. ما مشروطه اول رو داریم که درش نه تنها هیچ ارتباطی بین مذهب و قانون اساسی وجود نداشت، بلکه حتی شیخ فضل الله نوری رو به دار کشید. مشروطه ای رو داریم که با افزودن متمم هایی در مملکت ما مذهب اثناعشری رو مذهب رسمی کرد، 5 تا آخوند رو مأمور کرد برای اینکه مصوبات مجلس رو از لحاظ شرعی نگاه بکنن و حق وتو داشته باشن، که خوشبختانه رضا شاه هرگز به این حرفا اعتنا نکرد و به این آخوندها رو نداد. یه مشروطه ای هم داریم که در حزب مشروطه ایران متجلی شده که خواهان پادشاهی پارلمانی هست و نامزد پادشاهی رو شاهزاده رضا پهلوی میدونه. مسئله در این است که هیچ آدم دموکراسی خواه و آزادی خواهی، چه جمهوری خواه باشه چه سلطنت خواه باشه، نمیتواند مشروط خواه نباشه. مشروط خواهی یعنی مشروط بودن به مفاد قانون اساسی. هر حکومتی، همین حکومت اسلامی هم میتونه مشروطه باشه برای اینکه این قضیه هستش. من فکر میکنم همونطور که جناب سلیمی گفتن، امروز از مشروطه صحبت کردن به معنای بازگشت به قانون اساسی مشروطه دارای متمم‌های مختلفی که اصلا سالبه به ارتفاع موضوع کردن مشروطیت رو ما صحبت نمی‌کنیم. شخص شاهزاده رضا پهلوی هرگز نمی‌گوید که من دنبال بازگشت به قانون اساسی مشروطه هستم. همواره صحبت از نوشتن یک قانون اساسی سکولار دموکرات که بعد حکومت به اون مشروط می شود و در واقع یک نوع بازگشت به روح انقلاب مشروطه است. روح انقلاب مشروطه به قول مونتسکیو که راجع به روح القوانین صحبت می کرد، روح انقلاب مشروطه روح سکولار دموکرات بود. بنابراین قانون اساسی که از دل سکولار دموکراسی بیرون بیاد هست که
واقعیت مشروطه رو عرض کنم که مطرح میکنه. آقای محمود ابتهی که قرار بود صحبتی بفرماین، نمیدونم در اتاق تشریف دارن یا نه. بله در خدمت هستم. بله بفرمایید شما. مطلبی که به علت مشکل اینترنتی نتونستید بفرمایید الان. چشم. ممنونم از شما دکتر. عرض کنم البته خب صحبت‌های شد که دیگه من به اونها نمی‌پردازم، فقط در آخرین مقطع صحبتی که جناب سلیمی کردم من کوتاه نظرم رو عرض می‌کنم. جناب سلیمی از زبان ریاضی استفاده کردن و فرمودن که از تابع نام بردن. من فکر می‌کنم اگر از همون زبان بخوام شروع کنم، یعنی اگر که بخوام بگیم استراتژی یک تابع است، باید این روباست باشه به شکلی که اون استکام رو داشته باشه که در تلاطم های محیطی این تابع از هم نپاشه، ولی خب باید اون انعطاف رو هم داشته باشه که بتونه تغییرات رو در خودش لحاظ کنه، همونجوری که در ریاضی هم ما در واقع اون دیفرنسیال در یک تابع این امکان رو به ما میده که اپروکسیمیشن رو داشته باشیم و به مرور که جلو میریم تابعمون رو هی دقیق‌تر کنیم. استراتژی را من همین گونه میبینم، یعنی در اجرا هست که مدام استراتژی به وسیله تاکتیک ها دقیق تر میشن، یعنی خود استراتژی نمیتونه تغییر بکنه، تاکتیک ها در اختیار ما هستن که اون اپروکسیمیشن ما رو، اون تقریب ما رو به واقعیت نزدیک تر بکنن تا برسیم به مقصد. و این برمیگرده به متغیرات مختلفی که هست و کانسترنت های مختلفی که وجود داره، تشخیص بدین که چه متغیری مستقل وابسته است، کانسرمان چیه. مثلا از ذکاوت فردی و شخصی که جناب سلیمی نام بودن، به نظر من این یه وریبل خیلی مهم نیست. افراد باهوش و دانا حتی ما کم نداریم، اون چی که ما نداریم حتی در مثالی که جناب سلیمی ازش نام بردن، اون چیزی که وجود نداشت همکاری منظم و هماهنگی تشکیلاتی بود. یعنی ببینید شادروان بختیار خب بسیار زیرک و بازکابت اگر که در نظر بگیریم، احترام بسیاری هم برای ایشون قائلم، اون چه که نداشتن اون تشکیلاتی بود که بتونه ازشون حمایت کنه. من فکر می‌کنم امروز هم البته تشکیلاتی بود که پشتشون رو خالی کرد و در عمل تشکیلات رو نداشتن. امروز هم من فکر می‌کنم استراتژی کار سازمان‌ها، گروه‌های سیاسی که به شکل تشکل یافته منظم فعالیت میکنن، که اتفاقا این سازمان ها هستن که میتونن اون هوش ذکاوت فردی اشخاص رو چه در داخل چه در خارج بیابند و ازش استفاده بکنن. یعنی موضوع امروز ما موضوع هماهنگی تشکیلاتی سازماندهی، و فکر میکنم این کار استراتژیکیه که بین یک سازمان سیاسی و یک سازمان مدنی تفاوت قائل میشه. نقش سازمان‌های مدنی اگرچه استراتژیکه، ولی اونها خودشون تعیین کننده اون استراتژی نمیتونن باشن. من فکر می‌کنم این مهمترین تفاوتیه که وجود داره و استراتژی رو باید سپرد به سازمان‌ها. در غیر این صورت اون بی‌نظمی‌ها در واقع ناگزیر خواهند بود. متشکرم از شما. عزیزم تمام. مرسی. آقای سلیمی می‌خواد پاسخی بدید؟ بله. اشکال نداره اگر ما یک نکته رو، من اظهار فضل و به قول معروف اون کلمه دیگر نیست، ولی گاهی اوقات صحبت همون میتونه به مباحث یک اشاراتی به بعضی از مباحث علمی بشه، چون به هر حال جوانان ما امروز دانش گسترده ای دارن. صحبتی رو که آقای ابتهی فرمودن، من بخوام یه اشاره بکنم واقعا با پوزش از اون انسانهای عزیزی که مخاطب ما هستن، اگر این مثال رو به گونه ای دنبال بکنن به هر حال میبینن که من این رو به موقع ترک کردم. ببینید جناب ابتهی، ما معادله یک معادله یک مچول داریم، دو معادله دو مچول داریم و سه معادله سه مچول. اما ما یک معادلات لاگرانژی داریم که به ویژه در اقتصاد خیلی مورد استفاده قرار میگیره. لاگرانژ با چهار معادله چهار مچول شروع میکنه و یک جواب و دو جواب نداره، گاهی قد متعدد جواب داره، ولی از درون اون متعدد جواب چند جواب رو برمیدارن. وقتی که شما یک شرکت یک فرودگاهی رو میخواید بسازید، مثال رو همیشه در علم اقتصاد با یک چنین مثالی شروع میکنن، یک فرودگاهی میخواید بسازید که 5000 نفر پرسنل میخواد بیاره، نه مدیر معلوم شده است، نه پرسنل معلوم شده است، نه خلبانان معلوم شده هستن، هیچکی معلوم نیست، شما 5000 نفر رو میخواید بیارید و بعدش هم اون اینوستورها، اون سرمایه گذاران بزرگ فقط هستند
که میلیون چند صد میلیون پول دارند. اینها باید از شرکت‌های دیگر، از رقبایشون، از اول یک هسته رهبری تعیین بکنند. این هسته رهبری باید همدیگر را درک بکنند. بعدن اینا برن، اینا اسمشون پرنسیپاله، یعنی مدیران هستند. خود وای به حال اون فرودگاهی که با چند صد میلیون داره سرمایه گذاری میشه، اون ششتا مدیر با هم دیگه دعوا بکنند. اگر اون ششتا مدیر با هم دعوا بکنند، مدیران یه رده پایی که صد نفرن با هم دعوا خواهند کرد و بعد هزار نفر دیگر با هم دعوا میکنند و این فرودگاه بین المللی ساخته نمیشه. برای اینکه بتونی راه حل پیدا بکنید که چگونه باید برید، اقتصاد برای این راه حل پیدا کرده. یک سری معادلات، چند تا معادله لاگرانژی رو در امر پلیتیک اقتصادی دارن وارد این بحث میشن. من دیگه از اینجا وارد اون بحث نمیشم، فقط میخوام بهشون، به شما عرض بکنم که ما متاسفانه یک تعدادی سرمایه گذارم نداریم که 5 تا مدیر رو از بالا تعیین بکنند. ما مجبوریم هم اون هسته رهبری 10-15-20 نفره رو بسازیم، هم اون 100-200 مدیر رو به تدریج بسازیم، هم این هزاران نفری که باید استراتژی رو پیش ببرند باید همه رو با هم دیگه پیش ببریم. شما ببینید که چقدر کار ما مشکله. ببینید من واقعا ساده تر از این در این لحظه نمیتونم مثال بزنم. نه رهبری مشخصه، نه سازمانهای ما تعیین دارند، تعریف شده هستند، حدودش روشن هست، و نه اشکال تشکل ما در وضعیت کنونی اینها ملهم از تلاطم هستند. ما در یک چنین وضعیت پیچیده‌ای داریم حرکت میکنیم. باید ببینیم هوش و ذکاوت که عرض کردم یک فهم و یک ادراک هست. واقعا آرزوی من اینه که اگر ماها، نسل ما، آقای نوریالای چند سالی هم از من سنشون بیشتره، اگر نسل من که از سالهای قبل از انقلاب نتونست، کرونا منو گرفت نزید بود منو بکشه، اگر نسل من نتونست، خب به هر حال نسل دیگر باید بتونه که بعد از ما هستن از درون اونها هوش و ذکاوتی در بیاد که بتونن به عنوان چند مدیر، بعد چند صد در واقع سازماندهان، و بعد این جامعه پیش بره. همه این کارهای ما برای اینه که ما عقب نیفتیم، بحثا رو سازمان بدیم، نزدیک بشیم، با هم نزدیک بشیم. واقعا کسی که میاد به من میگه توی جمهوری خواه چرا به مشروطه فوش نمیدی، چرا باش درگیر نمیشی، چرا از دکتر محمد مصدق که قبلا فلان و بسار گفته تو یک حتی به مصدقم داری به فرض فلان میکنی، خب این منو داره از چپ جدا میکنه که پیشینه منه، و از مشروطه‌خواهی جدا میکنه که مدرن میخواد زندگی رو هدایت بکنه. خب من از همین جا در واقع باید یک راه بیراه برم. بنابراین ما باید با هوش و ذکاوت ببینیم که چطور با هم دیگر در بالا نزدیک بشیم، در سطح مدیران چی باید بکنیم، چه روحیه تفاهمی رو باید بیاریم که اون چند صد نفرم کار بکنن، و بعد اون هزار نفر و اون نیرویی که در قاعده جامعه هستند بتونن به حرکت بیان. وظیفه دشواری است آقای عبدی. هر چقدر در این باره بحث بکنیم بیشتر احتیاج به این داریم که ریز بشیم. من میدونم شما دنبال یک گرهگاهی هستید که واقعا حساسه، ولی اینا فقط ما باید در دیالوگ با هم دیگر، یکی از اجزای اساسی استراتژی ما دیالوگ ملی است، یکی از پایه‌های استراتژی ما دیالوگ ملی است. چون بدون دیالوگ، ببینید طرح رفراندوم اومد اشتباه بود. رفراندوم در اون موقع شعاری نبود که در ایران پیش میتونست بره. این تر اشتباه بود. حالا بگذاریم از اینکه کسانی که میخواستن رو پیش ببرندم این قدرت رو نداشتن. من دیگه نمیخوام وارد مسائل دیگری معقولاتی بشم در این جلسه اول، باز هم بیشتر مباحثی رو تر کنم. اجازه بدید که ما در فرصتهای دیگر باز بتونیم در این زمینه ها یه مقدار روشن‌تر، چون اگر من وارد حیطه های ریستر بشم ممکنه که به هر حال الان موقعیتش نباشه. جناب آقای دکتر خیلی متشکرم. عرض کنم که من یه جمعه دیگه اگر اجازه هست بکنم. بله آیا هفته این مطلبی فرمودید؟ عرض کردم اگر اجازه بدید من یک جمله کوتاه بگم. بفهمه. من بحث رو حقیقتش نمیخوام ریاضی کنم، اون چیزی که فقط خواستم از اون زبان استفاده کرده باشم. اون چیزی که شما میفرمایید جناب سلیمی برای من روشنه. برای رسیدن به راه حل ما، خب این مثال تابعی که شما میزنید تازه قدم اوله. بعد ما میرسیم به random variables، stochastic، non-stochastic process ها و خیلی پیچیده است. اصلا منظور من اونها نیست.
ولی یه چیز برای من مشخصه، ما حتی اگر 10,000 پاسخ هم داشته باشیم، یک پاسخ اپتیموم داریم. اون اپتیمال در واقع انسری که ما بهش میرسیم، اون من حرفم اینه، کار سازمان‌های سیاسی است که به اون برسن. به صورت پراکنده افراد نمیتونن این کار رو بکنن. اون اپتیمیزیشن هست که بایستی به دست سازمان‌های سیاسی سپرده بشه. متشکرم از شما. درست میفرمایید. من هم نظرم با جناب آقای افتی. بله. عرض کنم که همونطور که گفتم، ما واقعا با یه سیلی از پرسش‌ها روبرو هستیم. برخی از پرسش‌ها مربوط می‌شوند به حزب سکولار دموکرات ایرانیان و اینکه چگونه میشه در اونجا عضو شد و اگر که عضو شدن آیا باید حتما جمهوری خواه باشن یا نه، که من تقاضا میکنم از پرسش کنندگان که رجوع بکنن به سایت حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پاسخهای خودشون رو اونجا دریافت بکنن و یا از مسئولان حزب مثل جناب یزدیان که دبیر کل حزب هستن پرسششون رو مطرح کنن. نذاریم قطار از روی ریل بحثی که داریم خارج بشه. خانم قیاسفند پرسشی از بیرون هست؟ بله، یک خانومی به نام صفورا از کرمانشاه نوشتند که به نظر من همه چیز کشور ما وابسته به آینده اقتصادی کشور ما است. آیا اقتصاددان ها به آینده کشورهای تک محصولی مثل کشور ما که نفت و گازمان را به حراج گذاشته ایم چگونه فکر می کنند؟ این محصول که تمام شد یا خریداری نداشت، تکلیف ما چه خواهد شد؟ سپاسگزارم. توپو انداختن تو کورت آقای سلیمی که اقتصاددان هستن. بفرمایید. متشکرم آقای روحیان. خب شما به درستی، من هم در فروتنی خودم باید بگم. ببینید خانم صفورا از کرمانشاه فرمودن ایران فقط نفت و گاز نداره، به اضافه نفت و گاز اقتصاد تک محوری ایران، یعنی در واقع نفت محور یا صادرات محور ایران، امکانات زیادی داره. برخی از اقتصاددانهای ما فقط شعار میدند و اینها یا اقتصاددان، اونها من فکر نکنم اقتصاد، شاید افرادی از جامعه شناس و غیر و غیر باشن. وقتی که ما به عنوان یک اهل اقتصاد بهشون میگم که در ایران در دهه 70 و 80 جامعه ایران در همین رژیم جمهوری اسلامی رشدهایی داشته، برنامه های توسعه هایی گذاشت، که من اکیداً با اصلاح طلبان در پایه با حزب کارگزاران در سیاست مخالفم و بارها هم در این 20 سال اخیر مقالاتی که نوشتم مخالفت منو و همه نوع از خاتمی گرفته تا میر حسین موسوی انتقادات منو تا آقای صحابی که ایشون رو ملاقات هم کردم مخالفت های منو به ایشون گفتم. بنابراین من با خط سیاسی اینا مخالف بودم، اما در همین ایران کارهایی صورت گرفت در دهه 70 و 80 که ما پتروشیمی ها داریم، ما زباهن داریم، ما یک کشور عقب افتاده آسیایی نیستیم. ما نفت رو 3,800,000 بشکه در روز نفت صادر می کردیم، 1,300,000 بشکهش رو در پتروشیمی و در صنایع ایران استفاده می کردیم. ایران در دهه 70 و 80 قوی ترین صنایع پتروشیمی رو داشت در آسیا، بیشترین تولیدات پتروشیمی رو داشت. ایران در وضعیت سخت به عراق گاز برق صادر کرد، ایران به ترکیه گاز صادر کرد. ایران این کشور 80 خورده میلیونی مواد کانی داره، اینقدر این کشور ثروتمند هست که هنوز اگر ما بتونیم تا 10 سال دیگر همین رژیم رو زمین بزنیم، بعدن با یک کمکایی از صندوق بین المللی پول ما میتونیم ایران رو به سرعت بازسازی بکنیم. سرعت البته برای یک فرد اقتصادی به معنای یک سال نیست، در دو برنامه 5 ساله یعنی 10 سال ما قادریم ایران عزیزمون رو بازسازی بکنیم. ما امکانات زیادی داریم. ایران هنوز زباهان ما، درست این پراید ما الان باید سک تصادف کرده، اون بیچاره سک تونسته جان سالم به در ببره ولی راننده کشته شده، این گزارشه. خب این ماشین نیست، اما در ایران خیلی از صنایع ما وجود داره که میتونه اگر نفت هم
به عنوان یک امر صادرات، یک محصولی که صادرات میکنیم، اگر بخواد کاهش پیدا بکنه، که در هر صورت در یک وضعیت عادی اقتصادی ما بیشتر از راحت میتونیم حدود 1.5-2 میلیون بشکه در روز نفت صادر بکنیم. اگر روابط FATF و مسئله سویفت و اینا حل بشه، اگر مناسبات بین المللی که امروز ما نتونستیم بهش برسیم حل بشه، اون وقت اصلا جامعه به سرعت میتونه نفس بکشه. جناب آقای نوریالا، و برنامه های توسعه اقتصادی که یک امر کیفی هست، در دست حتی یک حکومت نیمه دموکراتیک هم میتونه پیش بره و ما میتونیم با 2-5 سال، یعنی 10 سال رشد اقتصادی که یک امر کمی است، برنامه های توسعه رو که جناب عالی همچنان در مطالعاتی که در برنامه بودجه داشتید، خودتون در این زمین احاطه دارید، ما میتونیم بازسازی بکنیم ایران عزیزمون. بله، خیلی متشکرم. عرض کنم که یک لحظه من اجازه بدید که من ببینم آقای من از شما یه پرسشی کردم، در فرقی نداره. بسیار خوب، خیلی ممنونم. آقای جمشید سلجو بفرمایید. ممنون جناب نوریالا، تشکر میکنم از آقای سلمی و به خاطر حضورشون در جلسه مهستان. سوالی داشتم از آقای سلمی، خواستم ببینم به نظر ایشون جریانات گروه های سیاسی که در خارج از کشور هستن تا چه اندازه اونها رو آینه آنچه که در داخل ایران میگذره میبینن. آیا فکر میکنن نزدیکی وجود داره بین فضای سیاسی خارج از کشور با آنچه که در بطن جامعه ایران میگذره؟ ممنون. آقای سرجو فرمودند، درسته؟ من یاداشت دارم. بله، سلام دارم خدمت آقای سرجو. سوال خب خیلی مهمیه. ما ببینید آقای سرجو، جامعه ما اون چه که در خارج هست به گونه ای نه آینه داخل، اما ببینید، بررسی بکنید، ببینید که اینایی که خارج اومدن از 30 سال، 35 سال، تا 10 سال، تا 5 سال، تا اینا اومدن دیگه، ایرانی هم دیگه، همه ما ایرانی هستیم. درسته که وقتی که این ور آب میاییم، مسائل ما، نیازهای ما، نگاه ما یک کمی تغییر میکنه، اما ما در واقع از یک نیستان هستیم. همون چیزی که مولانا میگه، بشن از نی چون حکایت میکنه، ما از همون نیستان حکایت میکنیم، ما به همون نیایش میکنیم که نیایش از خود نی میاد، از اون آوای دلنشین نی میاد. ما نیایش میکنیم، خاک ایران ما نیایشگاه ماست، ستایشگاه ماست، همه ما متعلق به اون هستیم. ما یک آمریکایی یا یک فرانسوی یا یک انگلیسی نیستیم که برای ایران اگر نظری داد، مثلا به فرض مثل آقای هلموت شمید، که من خیلی هم به عنوان یک فردی که به هر حال در آلمان نظرات او رو قبول داشتم، ولی ذره نگاه او رو در اون کار خیانت آمیزی که در سال 57 نسبت به ایران تصمیم گرفتن، در گوادلوپ نشستند و شاه ایران رو که تازه داشت با روح مصدق در واقع به ایران فکر میکرد، به نفت فکر میکرد، بعد از 25 سال داشت راههای درستی رو پیش میرفت و داشت میساخت ایران رو، اومدن نشستن و سرنگون کردن. خب این آلمانی نمیتونست وضعیت یک ایرانی که به ایران واقعا علاقمنده، دوست داره کشورش رو، وطنش رو، اگه اون یه ایرانی بود هیچ وقت این کار رو نمی کرد. اگه یک ایرانی با شرافت بود، نه از نوع کسانی که امروز وزرای خارجه بودن همچنان دارن به کشور خیانت میکنن که نام ایرانی به خودشون گذاشتن. یک ایرانی درست هیچ وقت به کشورش خیانت نمیکنه، مثل هلموت شمید بیاد چیز بکنه. به نظر من بسیاری از این انسانهایی که اگر چه بعضی ها واقعا راه گم کردند، ولی بسیاری از این نیروهایی که در خارج کشور هستند، اینها ایران رو دوست دارند. برخی از اینها ممکنه که به دلایل مسائلی که در به هر حال در انتخاب همین افکار استراتژی و تاکتیک و این بحثا که ناروشن بود، راهی رو رفتن که راه درستی نیست. اما من معتقدم که از این چند میلیونی که به هر حال روایت های گوناگون هست، از 4-5 میلیون تا 8 میلیون صحبت میکنن، به نظر من بخشی از اینها سیاسی هستند و اینها در واقع بخشی از اینها انسان ها هستند که در تشکل ها کار میکنن. بخش بزرگی از اینها کشورشون رو دوست دارن، ولی عده کوچکی از اینها به ایران برمیگردند. تا اینکه 15 سال، 10 سال بعدن وضع ایران خوب بشه، شاید بعدن سفر بکنن. اما بخش سیاسی اینها ایران را دوست دارن، آینه ای نه به اون معنا، ولی اینا کشور را بهتر از هر در واقع
فردی که استراتژیست هست نگاه میکنه میتونه در چرخش‌های آینده کشور رو کمک بکنه که پیش بره. فقط ما باید دیالوگ ملی رو خوب سازمان بدیم. من به نیروهای خارج کشور یک چیزی جدای از ایران نگاه نمیکنم. من همچنان که به خودم، به نیروی خودم متکی هستم، به خودم احترام قائل هستم، به عنوان یک ایرانی همین احترامی رو که به خودم قائل هستم به همه عزیزانی که میگن ما ایران رو دوست داریم به اونها احترام قائل هستم. من فکر میکنم بسیاری هستن که برای کشور به ویژه این روندی که الان شروع شده، این دوری که الان شروع شده، اینها نقش بزرگی خواهند ایفا خواهند کرد و جامعه ما داخل و خارج به هم میجوشه و به هر حال ما باید مواظب باشیم، مراقب باشیم همه اون هوشیارهایی رو که آقای دانشور دادند رو، اون ذکاوت و عقل عملی رو باید در نظر بگیریم، اون نگرانی که اون دقتی رو که آقای ابتهی میکنه یا دوستان عزیز میکنند رو بگیریم، ولی خارج کشور میتونه نقش بزرگی در بقای داخل کشور بازی بکنه. آقای سرجو. بله خیلی ممنون. آقای سرجو شما پاسختون گرفتین؟ بله تا حدودی. جناب نوری علا میتونم یه نکته رو اضافه کنم؟ اینو به این جهت گفتم اون چه که در فضای خارج کشور وجود داره، اون فضای چند قطبی که هست، بیشتر شاید حول شکل ظاهری حکومت هست، اینکه مشروطه باشه، جمهوری باشه، فدرالیسم باشه، در صورتی که فکر میکنم اون چه که در داخل ایران هست شاید به اون صورت نباشه. اینو از این جهت پرسیدم. آیا فکر میکنی فضای داخل ایران هم به همین صورت چند قطبی هست؟ آیا مشکل اساسیشون این هست که در ایران در حکومت بعدی شاه باشه یا فرض کنید رئیس جمهور باشه یا حکومت ایران میبایستی فدرال باشه، یا نه دور هست از این موضوع؟ این قسمت سوال جناب دکتر، این قسمت سوال خیلی ظریف‌تر و حساس‌تر شده. عرایزم رو میشنون دوستان؟ بله البته. بله این قسمت حساس‌تر شده چون ایشون واقعا یک چیز بسیار مهمی رو به نظر من نه و در همین جا هست که نگفتم آینه هستیم ما. من از لفظ آینه استفاده نکردم، اگه میگفتم آینه بعد هر چی که در اینجا بود اونجا باید نه. به نظر من مردمی که گشنه هستند، فقیر هستند، در فلاکت اجتماعی به سر میبرند، عوامل تصمیم گیرنده ذهن اونها این علائم ثانویه نیست. فدرالیسم، مشروطیت، جمهوری خواهی، اینها علائم ثانویه مغز انسان هستند که این یک بحث پیچیده ای هست، من وارد این نمیخوام بشم. اینها در المانهای ذهن آدمی هستند. وقتی که انسانی گشنه است، محیط زیستش خرابه، بیماری کرونا، این آزادی میخواد، نان میخواد، یک رهبر با شرف و دلسوز میخواد، یک استاندار به هر حال مردمی و انسان دوست میخواد، میخواد یک مجلسی داشته باشه که برن واقعا در اونجا بشینن به نفع کشور. اینا در فکر این که الزامن میبینید که این بحث مشروطیت و جمهوری خواهی و فدرالیسم و اینها، به همین دلیل من میگم بحثی از این بخشی از این بحث‌ها بحث‌های آینده است. امروز مسائل ایران اینها بعضی از این بحث‌ها نیستند. ما باید بریم. درسته که این در اتاق‌های دربسته به هر حال این بحث‌ها خواهد شد، ولی اینا بخش بزرگی از اینها مسائل مردم ایران نخواهد شد. به این ترتیب اونها دنبال همون اشتیاق سوزانی که 115-110 سال پیش، یعنی مشروطه، آزادی، استقلال ایران و رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی هستند. به این دلیل ماها هم باید به همونها نگاه بکنیم. ما باید علایم ثانویه جامعه بشری رو، ایران رو نیاییم، اینا رو به اصطلاح پریوریتت بدیم، حق تقدم بدیم. ما باید واقعا ذهن خودمون رو به جایی که 10 قدم جلو ببریم، باید در یک جاهای خودمون رو ترمز کنیم آگاهانه، نه اینکه خود سطح خودمون رو، دانش ما رو ازش یا پوپولیستی رفتار کنیم، نه، ما باید مردم خودمون رو بشناسیم و واقعا همیشه سعی بکنیم که یک گام با آگاهان جامعه ما حرکت بکنیم. این عرایز من در این قسمت جامعه. بله عرض کنم حضورتون که خانم پیاسفند پرسشی داریم در بیرون. بله پرسش داریم. عرض کنم که خانم امجدی از تهران نوشتند که خوشحالم که امروز پای سخن یک اقتصاددان نشسته. من خودم در ایام جوانی قبل از انقلاب در سازمان برنامه کارشناس بودم.
حالا اما پیر و حسرت زده آن ایام هستم که فکر میکردم من هم دارم سهمی را در پیشرفت ایران پیدا میکنم. خواستم از شما بپرسم که از نظر یک اقتصاد شناسی که فعال سیاسی شده، پیشرفت چه معنایی دارد و اگر مثلا تحریم های اقتصادی نبودند، این حکومت هم میتوانست سهمی در پیشرفت ایران داشته باشد؟ عرض سلام و احترام دارم خدمت سرکار خانم امجدی. من فکر میکنم که خب به هر حال اقتصاد از نگاه پراگماها، ایشون که خودشون در این زمینه کار کردند، جامعه رو از نگاه واقع بینانه نگاه میکنه، پراگماها نگاه میکنه. مشکل میشه یک آدم اقتصاددان به عنوان یک فعال سیاسی این دو وظیفه رو باید واقعا خیلی دقت بکنه. در یک جایی به سمت یک اگر اقتصاددان مارکسیستی به اون معنای قدیمی نباشه، بعدا ممکنه که به هر حال یک جوری، چون اقتصاددان ها رو معمولا اینها حالا اقتصاددان های نهادگرا هستند، لیبرال هستند، اقتصاد شاخه های گوناگون داره از نظر نگاه به دولت، به توزیع، به تولید، به نقش در واقع ساختمان های سازه ها و سازمان های گوناگون اجتماعی، واحد های تولیدی، خدماتی، اینها در واقع شاخه های گوناگون فکری نهادگرایی و لیبرالی و اینها را در اقتصاد وجود میاره. اگر از این بحث در بیاییم، هر اقتصاددانی که به کشور نگاه میکنه در واقع از تحولات تند انقلابی دور میشه. این واقعیته. یعنی یک اقتصاددانی که میخواد جامعه را بسازه، من باز هم اینجا واقعا باید عرض بکنم به عنوان یک مدیر، چون من در کار تولید و لوجستیک در آلمان کار میکنم و در این 25-30 سال واقعا در واحدهای تولیدی رو دیدم، زندگی مردم رو دیدم، کار کردم با ده ها و صد ها نفر که از جاهای گوناگون اومدن کشور تو این آلمان دارن کار میکنن، با اونها تماس دارم. ما باید فکر زندگی مردم، معیشت مردم، کار مردم، بازنشستگی مردم باشیم. شعارهای کلی دادن هیچی رو حل نمیکنه. بنابراین آرمان خواهی در اقتصاد نقشی نداره. یک اقتصاد دان واقع گرایانه به جامعه نگاه میکنه و از هر نیرویی که در هر شرایطی بتونه تکانه ایجاد بکنه، رشدی رو سعی بکنه ایجاد بکنه. آقای علی خانی در زمان شاه این انسانی بود، یا کسانی که تولید خودرو رو چی و چی و چی را ساختن، اینها انسانهایی بودن به غایت مدرن. خیابی ها انسانهایی بودن به غایت ایران دوست. و ما صدها و شاید ده ها و صدها اینجور انسان داشتیم که فنسالاران ما بودند. همین کسانی که در برنامه بودجه، سازمان برنامه بودجه نشسته بودن، همین آقای نوریالا، آقای احمد اشرف، آقای کی کی کی، اینها در واقع سپاه نیروهای فنسالاران جوان اون دوران ما بودن. همین خانم امجدی که الان فرمودن که اشتغال داشتن در این رابطه، هر گونه فکری که فنسالاران برای کار اقتصاد، برای رشد اقتصادی که امر کمی است و در راه توسعه کشورشون میکنن، باید تک تک مورد استفاده قرار بگیره، حتی در این رژیم تبهکار. اما در ایران تا سیستم سیاسی، تا قانون اساسی عوض نشود، ما به یک بنبستی رسیدیم که دیگه اقتصاد نمیتونه تکان بخوره. حتی اگر در دهه 70 و 80 بخشی از حرفای اصلاح طلبان که البته استمرار طلبان بودند، یک گشایش هایی برای اجتماع ایجاد کرد، دهه 90 دهه تبهکاری، دهه فساد، دهه همه ماجراهایی است که ما میدونیم، دهه جدایی از دنیاست. اینها باید بروند، حکومت اینها باید برانداخته بشه، چون اینها ملهم از فسادند، از دزدیند، میلیاردها رو دزدیدند و این کار ادامه پیدا میکنه. اینا همدیگر رو مثل اون موشایی که با همدیگر در فضای گرسنه هستند، همدیگر رو میخورن، اینا تا آخر همدیگر رو خواهند دارید. اینها در یک جایی هستند که بتون ریختن روی اینها، خودشون اون بتون رو ریختن، الان دارن همدیگر رو میخورن، دارن همدیگر رو تکباره میکنن و این نظام باید از بین بره خانم امجدی، تا ما بتونیم حداقل گشایش های اقتصادی رو در ایران آینده داشته باشیم و واقعا بگیم که این پایه ها به هر حال ساخته میشه. ولی با اینها هیچی رو دیگه نمیشه ساخت. نمیشه سیل رو جلوگیری کرد، نمیشه زلزله رو جلوگیری کرد، نمیشه جلوی کرونا ایستاد. ادعاهای اینها در همه زمینه ها پوچ هست و ما اینو تجربه کردیم در دهه 90 با گرسنگی، با شکم های خالی میلیون ها انسان، این رو، این درد رو ما داریم تجربه می کنیم.
خیلی متشکرم. عرض کنم که ما وارد نیم ساعت آخر برنامه‌مون شدیم. تقاضا میکنم دیگه کسی وقت نگیره برای طرح پرسش و نظر، هم در خارج و هم در داخل مهستان. آقای مهدی مفخمی بفرمایید. درود بر ملت ایران و درود بر همه دوستانی که جمع هستن. من در حال آقای سلیمی من سر شوق بردن که خدمتشون سلامی عرض بکنم و با اینکه الان باید بگویم من هم به کرونا مبتلا شدم و در خونه چیز هستم، قرنطینه هستم، ولی به هر حال خواستم که خدمتشون سلام عرض بکنم و یادآوری بکنم که طبق همونجور که ایشون هم معتقدن سالهای 1970 73 من یه دانشجوی فارغ التحصیل از دانشگاه پهلوی بودم و تا سال 1979 که انقلاب شد در عرض این 6 سال 5 تا کارخونه مال بخش خصوصی ساختم، همش دونه دونه متعلق به بخش خصوصی بود و بیشتر هم در نوردهای آلومینیوم، یعنی نوردهای رولای آلومینیوم و فولاد و لوله سازی. این رو در یک جمعی در داخل خودمون گفتم، دوستی فکر کرد من دارم قلوب یعنی خودصدایی میکنم، ولی منظور من این بود که یک همچین امکاناتی در مملکت بود و مملکت واقعا به سمتی داشت پیش میرفت که اصلاحاتی لازم داشت که کاش میشد اون اصلاحات و این وضعیت به سر ملت نمی آمد. خواستم چون ایرانیان دارن الان این رو گوش میکنن این رو هم اینجا بگویم و بگویم که منظور من از اشاره به اون موضوع اوضاع خوبی بود که در اقتصاد ایران در حال اجرا بود و اون چی که پادشاه فقید ایران منتظر بود که حتی این رو هم بهتر بکنه، البته از اوضاع احوال دنیا بی خبر شاید بود و به این وضع افتاد مملکت ایران. به هر حال خیلی متشکرم آقای سلیمی و خوشحالم که در خدمتتون هستم. متشکرم. اجازه دارم عرض سلام بکنم خدمت شما؟ عرض سلام دارم جناب آقای مفخمی. من که به هر حال ارادتمند هستم، در چندین جلسه در محضر شما بودم، از نظرات شما واقعا اون موقع من حتی بدون اینکه اصلا از موقعیت شما در تولید اون موقع شما این فرمایش رو نکرده بودید، ولی من همون اولین دیداری که در فکر میکنم یا بخون بود یا هامبورگ نمیدونم یادم نیست دقیقاً، اونجا ارادت خاصی پیدا کردم، چون شما از نگاه خیلی واقع بینانه با مسائل برخورد میکردید. قبل از هر چیز، چون من و 5 نفر از اعضای خانواده من به کرونا مبتلا شده بودند، درد سنگین و سختی سنگین شما رو و واقعا من 10 روز تب 40 درجه داشتم. من واقعا برای شما آرزوی تندرستی میکنم از چشمان شما که درد و بحران. امیدوارم که هر چیز زودتر شما بهبود پیدا کنید و ما بتونیم بیشتر از محصر شما استفاده بکنیم. خب من فکر میکنم که آفتاب آمد دلیل آفتاب جناب آقای موریانا، ایشون به عنوان یکی از مدیران تولید در اون دورانی که من هم جوان بودم، من هم واقعا پیش از انقلاب همچنان که دانشجوی دانشگاه تهران بودم میرفتم گاهی اوقات همون حضور آقای صدیقی در دانشکده علوم اجتماعی در جامعه شناسی در بهارستان، همچنان که واقعا گاهی اوقات خیلی کم، او دیگه ناوی اونطور به قول آلمانا فورلزونگ و درس بزرگ رو نداشت، ولی در اون اتاق کوچکش ماها رو به حضور میپذیرفت، همش از این صحبت میکرد که باید همراه با هر هدفی هر فکری که دارید، نمیتونست باز صحبت کنه، ایرانتون رو دوست داشته باشید، درساتون رو ادامه بدید، جامعه شناسی رو بخونید، اگر رشته اقتصاد و چی و چی هستید شما باید به درس و دانشتون واقعا عمیقا بپردازید. خب او یک فرد به هر حال مصدقی بود، یک ایران دوست بود، او در اون زمان واقعا کشورش رو دوست داشت و ما رو پرهیز میداد از یک سری از کارهایی که میتونست تندروانه باشه و خب ما اینجور انسانها داشتیم و جامعه ما همیشه از این بابت واقعا یک سرمایه‌ای رو با خودش داشت. این خوشحالم جناب آقای مفخمی، عرض سلام مجدد و آرزوی تندرستی برای شما.
خیلی ممنونم. اتفاقا چندین نفر از من پرسیدن که واقعا آقای سلیمی مبتلا به کرونا شده بودن یا همطور شوخی شوخی وسط صحبتشون گفتن، حالا معلوم شدش که جدی بوده است و بستری هم بودند و ما همه خوشحالیم که حالشون خوب شده. عرض کنم که آخرین سوال رو هم بذارید از خارج از مهستان بپرسیم. خانم قیاسمند، آیا مطلبی هست؟ بله آقای دکتر، مطلب زیاده. اولا که عرض کنم چون یکی از دوستان بیننده ما به نام افشین از ایران چند پرسش فرستادن که چون ربطی به موضوع بحث نداشت من نخوندم، اما یکی از پرسش های ایشون این هستش که بیگمان دموکراسی یک پدیده بخشنامه ای نیست، چگونه و در چه گام ها و پروسه می شود گام به گام دموکراسی را هم در ساختار سیاسی و هم ساختار فرهنگ اجتماعی جا انداخت. عرض کنم که خواستم همینجا خدمت ایشون بگم که قطعا ما در آینده برنامه راجع به مبحث دموکراسی خواهیم داشت و اون موقع شما حتما فراموش نکنید که این پرسشتون رو اونجا مطرح کنید، چرا که الان هم به دلیل ضیق وقت هم با توجه به اینکه اصلا موضوع بحث ما مربوط به دموکراسی نیست، بنابراین متاسفانه امکان پاسخگویی به پرسش شما وجود نداره. اما دوست دیگری به نام دارا از تبریز نوشتند که روزگاری بود که ما میگفتیم تبریز پایتخت صنعتی ایران است، اما الان با تعطیلی هر روزه هر کارگاه صنعتی میبینیم که استان ما دارد سرزمین گدایان میشود. من خودم دارای 6 فرزند هستم و نمیدانم روزی که از دنیا برم اینها وضعشان چه خواهد شد. آیا اپوزیسیون برای بهبود وضع اقتصادی کشور نقشه‌ای هم دارد؟ ممنون. سوال سخت از آقای سلیمی. اول من عمیقا متاثرم جناب نوریالا. وقتی که گزارش فروش فرزندان رو میشنوم، وقتی که گزارش رقت انگیز بدار آویختن 3 کودک رو در جنوب ایران میشنوم، تکان دهنده است. این اون هشداریه که میگم ما علائم ثانویه مباحث اپوزیسیون در خارج کشور رو مجاز نیستیم که به امروز وضعیت بحثا و صحبتهای ما تبدیل بکنیم. ما باید عمیقا درد مردم ایران رو بهش برسیم. من سلام میدم، از اینجا میدم به جناب دارا. امیدوارم در وهله اول از این 6 فرزند خودش، از قدیم میگفتن کسی که دندان دهد نان دهد. این حرف درسته. هم بعضی ها میگن که این حرف غلطه. نه، من در فرزند خانواده 11 نفره بودم در دههای 20 و 30 و 40. این خانواده تولید مثل کرد و پدر من یه آدم زحمتکشی بود. با کار و کوشش ما همه ما کار کردیم. اگر معنای کودک کار باشه، من از 6 سالگی کار کردم. من عمیقا میفهمم. پدر من یک انسان سندیکالیست بود، آگاه بود، ولی فرزند زیاد داشت. من در فقر بزرگ شدم و در دههای 30 و 40 دقیقا میدونم که فقر سوزان چیست. اینجوری با این زبان با شما آقای دارا حرف میزنم. اول بکوشید خانواده و نان رو پیدا میکنی، با رنج یک پدر استوار بمان. من این رو به عنوان چون این عرض را دارم بهت میکنم از راه دور، ولی چون رنج کشیده استم به خودم اجازه دادم این عرایض را با شما در میان بذارم. بمان، قامت استوار نگهدار، فرزندانتون رو همونطوری که تعالی نگه داشتید با امید بمانید. ما هم سوگند میخوریم به پرچم، به خاک ایران، که تمام کوشش ما رو بکنیم برای آزادی ایران. امیدوار باشیم و امید اجتماعی بمونیم، ایران ما آزاد خواهد شد. بله، عرض کنم که آقای حسن دانشور یک بار دیگه وقت گرفتن. امیدوارم کوتاه بفرمایید که بتونیم به موقع برنامه رو تموم کنیم. بفرمایید. کاشبرم خیلی کوتاه. دو تا نکته رو خیلی کوتاه می‌خواستم بگم. اولا آرزوی بهبودی برای دوست عزیز محمد گرامی آقای مفخمی دارم. دو تا نکته می‌خواستم بگم. یه نکته این که چون بعد از صحبت من جناب آقای سلیمی یک خط مرزها، خط قرمزهایی رو به حال توضیح دادن که ما
توش نیفتیم و اون اینه که مواظب باشیم شبیه اصلاح طلبا نشیم. ببینید اولا که مسئله اصلاح طلبا در واقع اصلاح طلب نیستن، اینا بخش از حکومت توتالیترن، یعنی یک بخش ویترین جلوشن. اگه اصلاح طلب بودن من اولین نفر بودم که دنبال اینا را میافتم. این یکی. نکته بعدی اینه که از نظر آدم دموکرات حتی مبارزه خشونت آمیز در بعضی شرایط قابل پذیرش و اجباریه و ضروری است، بنابراین این روشن باشه. اما در مورد نکته دومی که خیلی کوتاه واسم بگم، سوال برمیگرده به سوال آقای سلجو. من میخوام از یک زاویه دیگه به این سوال پاسخ بدم، البته آقای سلیمی پاسخ دادن. سوالی بود آیا خواستای مردم ایران نیست مثل گروهای سیاسی، یعنی اونا من بچو فکر میکنن؟ به نظر من پاسخ اینه که نه، نباید هم اینطوری باشه. اصولا در همین غرب هم که سابقه 200 سال دموکراسی داره اینطوری نیست. روشن فکران نباید جلوتر باشن، باید آینده رو ببینن. تو همین غرب ما که دموکراسی مردم عادی فکر نور شبشون هم تفریحشون هم وکیشن رو حرفان، اون روشن فکران جامعه که یک قدم جلوتر میان رو برنامه‌ریزی میکنن، بنابراین همین دلیل باید وجود دارن. اصلا علت وجود روشن فکران یا به قول آقای سلیمی آدمای دانا و فرهیخته و باهوش و با ذکاوت همینه، علت حضورش اینه که اینا کاری میکنن که مردم عادی نمیکنن. اینا با اینان که فکر رو تولید میکنن، اینان که باید فکر رو به مردم بفروشن، ایناست که اینان که میتونن در واقع برنامه‌ریزی آینده رو هدایت کنن، گرچه این کار خود مردم خواهند کرد. بنابراین این سوال بعضی وقت به این شکل در میاد که آقا بحثای روشن فکرانه به چه درد میخوره؟ بحثای روشن فکرانه آینده یک مملکت، آینده یک جامعه رو میریزه. بدون بحثای روشن فکرانه، روشن فکرانه هیچ آینده روشنی برای هیچ جامعه‌ای در هیچ جای کره ارض قابل تصور نیست. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. آقای سلیمی نکته دارید بفرمایید یا اینکه فرماشات آقای دانشور کاملا مورد تایید من است جناب آقای دانشور. من هم نظرم با آقای دانشور. بله. پس جا داریم که آقای میلاد آقایی مطلب خودشون رو بفرمایید. من یه مقدار عقب انداختم مطلب ایشون رو که حواسش به کار جلسه‌مون هم باشه. الان میکروفون در اختیارشون، بفرمایید. خیلی ممنونم آقای نوریالا و همچنین درود دوباره به آقای سلیمی دوست گرامی و ارجمند. خوشحالم که دوباره شما رو اینجا میبینم. سلام متقابل. خیلی ممنون. یک این که در مورد استاتو د دیریتو یا قشت ساد یا دولت حقوقی، اگر اون چیزی که شما منظورتون هست، من فکر نمی کنم بین مفهوم اروپاییش و آمریکاییش و اینها هیچ تفاوتی باشه. یه اشکالی که وجود داره در برگردانها به فارسی است، یعنی یک عده‌ای میان حکومت رو و دولت رو جابجا به کار میبرن، به استیت میگن دولت، بعد به گاورنمنت میگن حکومت، برخی ها به وارونش میگن، بعد گیر میکنیم که خب حالا به حاکم چی میگیم، به گاورنر چی میگیم. از اون بدتر یک چیز وحشتناکی اینه که خیلی ها در همین رسانه‌های سیاسی، در رسانه‌هایی که روزانه مطلب سیاسی تولید می‌کنند، در بی بی سی، خبرنگاران بی بی سی در اوج بیسوادی، یا گزارشگران دیگه می‌بینیم که میگن که حاکمیت نخواست این کار انجام بشه و دقیقا منظورشون حکومته، ولی چرا میگن حاکمیت؟ در طبق قوانین جمهوری اسلامی حاکمیت از آن الله است. حاکمیت به معنی سوورنیتی و در دموکراسی هم از آن روح مردمی هستش، یعنی هر مردم، ملت به صورت مشاع دارای حق سلطنت و پادشاهی به خود هست و ملت به خودش میتونه حکمرانی بکنه، که در دموکراسی بروز پیدا میکنه، یعنی ملت حاکم سرنوشت خودش میشه، اون حق رو داره و این هیچ ربطی به اون ساختار که اونجا وجود داره، نهادهایی که هستن و اسمشون از حکومت نداره. حالا دیگه ما مقدار وقتی اشتباهاتی در این حد بزرگ و وحشتناک که اگه کسی یک ذره از این جور چیزا خونده باشه و خبر داره، فرق این مفاهیم رو با هم میدونه، میبینه مثلا یه رسانه‌ای مثل نام‌هایی که بردم تکرار نمی‌کنم، اینها خیلی راحت تکرار می‌کنن در رسانه‌های یوتیوبی و لایو و از همین جور چیزا، اینایی که خیلی بازدید دارن، بین اصلاح طلبان که خیلی راحت میگن حاکمیت نخواست اینجوری بشه، اصلا بی سوادم سر در نمیاره که راجب چی داره حرف میزنه. منظورش خامنه ای، البته مثلا اسم نمیاره، فقط میگه حاکمیت منظورش، و کشف بکنید که منظورشون چیه. و واژه ها همینجوری آشفتگی وجود داره که هر کی هر جوری دوست داره استفاده میکنه واژه رو، بنابراین ما اصلا سر در نمیاریم راجب چی داریم رو هم حرف میزنیم.
این اتفاق برنامه اون نکته که شما گفتید خیلی خواستم بگم نگرانش نباشید، اون حاکمیت حکومت قانون رول آف لاو یا دولت حقوقی اون یه مفهوم شناخته شده یه میتونیم که حتما به وجود خواهد اومد در دیسکورس ما. و در موارد دیگه خواستم بگم که در جنبش های اجتماعی امروزی یک چیزی که شما اصلا بنیاد سخنتون بود قضیه شبکه‌ای پیشرفتن این انجمن‌ها، گروه‌ها، این اسوسییشن‌ها، این جریان‌های اجتماعی، آدم‌هایی که به هم می‌پیوندن در هر زمینه‌ای، مهم نیستش، و می‌تونن ارتباط بگیرن چه به شکل ستاره‌ای، سریالی، پیوسته یا گسسته. و این کار رو خیلی راحت کرده، ولی اینکه چطور میشه این بافت گسسته رو تبدیل به یک بافت شبکه‌ای اجتماعی رو تبدیل به یک بافت ستاره‌ای کرد که اینا بتونن که یک همگرایی پیدا کنن و اصلاً به جاهایی و نقاطی که بدونن که این گفتمان از اونجاها تولید و بازتولید میشه و دوباره بازپخش میشه و یک منابع برادکستینگ وجود داره، خبر پراکنی وجود داره، اونا رو اگه بتونن پیدا کنن خیلی خوبه. یک جایی شما فرمودید که ما نیاز نیست، حالا یا من بعد شاید متوجه شدم، ولی اینجوری بود که ما نیاز نیست چیزی رو بگیم. من فکر میکنم تک به تک ماها، هر کسی که فکر میکنه که باید چه به شکل سازمانی، چه به شکل فردی، چه در هر رویی که، در هر جایی که میتونه به اون گفتمانی که فکر میکنه درسته باید دامن بزنه. اگر ما دامن نزنیم به بهانه اینکه ما نمیخوایم به مردم بگیم، خب من خودم بخشی از مردمم، من اگه نگم چی میخوام بقیه هم نمیدونن من چی میخوام، منم نمیدونم بقیه چی میخوان، بعد چجوری میتونیم با هم دیگه یک همبستگی پیدا بکنیم؟ بنابراین تک به تک ما اون خواستی که داریم رو باید خیلی روشن، ترانسپرنت و شفاف و جوری که معلوم باشه که دقیقا داریم راجع به چی حرف میزنیم بگیم. برای همین ما میایم هی برنامه تولید میکنیم، هی مقاله مینویسیم، هی توی تلویزیون حرف میزنیم، در این مهستان حرف میزنیم، میگیم که ما سکولار دموکراسی میخوایم، به خاطر اینکه روشن باشه که ما دقیقا چی میخوایم. اشتباه، درست، کج، راست، هر جوری که هست ما میگیم ما اینو میخوایم. اون تجزیه طلبه هم داد میزنه صبح تا غروب که ما تجزیه میخوایم. خب اون معلوم میشه یه نفری که این وسط هست میگه اون تجزیه طلبه میرن اونور، اونایی که حکومت ملی میخوان و فکر میکنن که ایران مدرن و اینها میخوان میان اینور، یا به همین شکل در جاهای دیگه. و اگر ما این کار رو نکنیم این جمعیت، ماها به عنوان ملت، همه همینجوری هاج و واج میمونیم. و بنابراین فکر میکنم که ما باید این روش رو به پیش بگیریم. یک پیامدهایی داره این، و به خاطر اینکه اون نکته‌ای که برخی ها میگن که ما مثلا سال 57 باران میخواستیم بعد سیل اومد، این به نظر من یک برداشت اشتباهی هستش، به خاطر اینکه شما نمیتونی که شما که نه، کسانی که این حرفو میزنن، نمیشه که شما حکومت طالبان بخواید بعد ناگهان براتون یک سکولار دموکراسی مدرن برسه از راه. شما جمهوری اسلامی بخواید حکومت کمونیستی برپا بشه. شما حکومت شاهنشاهی بخواید یا حکومت آنارشیستی برپا بشه. اصلا یه همچین چیزی امکان پذیر نیست. این حرف از آن کسانی است که برای انقلاب اصالت قائلند، برای ریفورم اصالت قائلند، یعنی فکر میکنند یه اورجینالیتی، یک اصالت وجودی، یک گوهری در خود ریفورم وجود داره یا یک گوهری در خود انقلاب وجود داره. اینها در حالی که اینا مفاهیم وابسته است، شما بستگی داره که چی میخواید، ابزار اون به شما نشون میده که شما با اون میتونید برسید یا نه. مثلا مجاهدین میگن ما کانونهای شورشی میخوایم. خب اونها فکرشون رو کردن، به درستی متوجه شدن که در یک جنبش اجتماعی آگاهانه و روبه هدف و منظم، خب مجاهدین که به قدرت نمیرسن، مردم که عقلشون رو از دست ندادن که این جانی ها و این مثلا روی سکه دیگه آخوندها و ارتجاع به قدرت نرسیده رو به قدرت برسونن. ولی در یک شورش، در یک شلختگی و به هم ریختگی و از هم گسیختگی حکومت، دقیقا نکاتی که شما گفتید، از دست رفتن بوروکراسی، از دست رفتن ارگانهای حکومتی، ارگانهای نگهدار بوروکراسی، خب تنها گزینه هایی که میمونن مجاهدین و این چند تا گروه پادگانی و چریک چروکی هستن که این ور اون ور آویزونن در حاشیه کوه ها و دامنه ها، اینها هستن که در یک اوکلوکراسی میتونن به قدرت برسن.
و بنابراین من فکر میکنم که ما اولا که تا موقعی که قدرت شبکه‌ای اجتماعیمون همه سکولار دموکرات ها در تمام طیف ها اونقدر بزرگ نشده که مطمئن نیستیم که بالانس نیرو به سمت ماه، امکان ریسک خیلی نداریم. یعنی اینکه به مردم بگیم بیاین، خب مردم هم نمیان، ولی باید کم کم این نیرو جمع‌آوری بشه، در واقع تناوبی در فشار به حکومت به وجود بیاد بین مردم، گروهایی که در واقع باستولید میکنن گفتمان ملیه که به سمت دموکراسی سکولار میره رو، تا بشه که ما به اون چرخش حکومت برسیم. یعنی ما بتونیم حکومت رو عوض بکنیم، اینا برن، سقوط بکنن، فرو بپاشن یا هر اتفاق دیگه‌ای که میتونه بیفته. بنابراین من فکر میکنم که اگر ما دموکراسی سکولار لیبرال میخوایم، باید که حتما به هر شیوهی این رو بگیم، تکرار بکنیم، به مردم بگیم، به خودمون بگیم، به دوستامون بگیم، مردم باید تکرار بکنن. تا این شعار پیوسته داده نشه که سکولار دموکراسی رو ما میخوایم و این فریاد از کف خیابون ها بر نخیزه و به وجود نیاد و خروشش فراگیر نشه، ما اصلا مطمئن نیستیم که کجا داریم میریم. ما ممکنه بر بخوریم با یک گفتمان خاموش آنارشیستی در کف جامعه، اون چیزی که منصور رسانلو و آقای چیچی دنبالش هستن، و بعد ممکنه شوک بشیم. بر از من بس. مرسی، خیلی ممنون. آقای سلیمی یه دو سه دقیقه وقت داریم، بفرمایید. ببینید، جواب آقای نکات بسیار مهمی رو گفتن و منو تخلیه به قول فرنگی ها هرمونویتیکی کردن. آقای نوریالا خوشحالم از این. چرا؟ چون من یکی تو نکته رو از زیادم رفته بود بگم. یکیش اینه، این بحثا باعث شد که من هم کلید مغزم بخوره. ببینید استراتژی های آقایی هم علم و دانشه، حالا غیر از هوش و ذکاوت، هم فن فناوری هاست امروز، به ویژه امروز دنیا، یعنی احاطه به فناوری ها، و هم هنره. یعنی اگر این جنبه های تجربه یه طرفه که به هر حال استراتژیست ها باید تجربه بزرگ داشته باشن، جامعه رو بشناسن، تاریخ خودشونو، منطقه خودشونو و اون دانش گوناگون رو داشته باشن در پهنه های میان رشته ای این گفتمان، در واقع امر سازمان های سیاسی و این سازمان های مدنی و صنفی و اینها رو چطور الان بازسازی باید کرد و چطور اینا رو باید گسترش داد و چطور باید شعارهای درست رو توی اینا برد و چگونه باید همین شعاری رو که شما الان اشاره میکنید که هم دموکراسی و هم مضمون سکولاریته بره در بین مردم، این دانش و علمه و از چه طریقی باید بره. فناوریه که نسل شما این کار رو، شما در کنار یک مرد فرهیخته نشستید، دوستان فرهیخته قدیمی ترتون، شما فناوری ها رو کردید. همین محصول خودتون رو ببینید که الان چند سال داره پیش میره. همین جنبش سکولار دموکراسی حاصلی هست از دانش و فرهیختگی و فن و در واقع این شبکه رو شما به این ترتیبی رو را انداختید. باید این مجموعه باشه. این مجموعه یعنی دانش و تجربه و فناوری و هنر باید در دستان انسانهایی باشه که اینو پیش ببرن و تا این بتونه این سازمانهایی رو که امروز دارن بر اثر ریزش باران، فرو ریزش باران دارن پیش میرن، دارن ساخته میشن، بازسازی میشن، اینا رو ما بتونیم به هر حال هرچی گسترده تر پیش ببریم. دنوای نوریالا، عرضم پایان. خیلی متشکرم. عرض کنم که از بیرون از مهستان نوشتند که بحث که جلو رفته از بیانات جناب سلیمی بیشتر لذت بردم. خواهش میکنم از بحث استراتژی دور نشوید. متشکرم جناب نوریالا از دعوت ایشان. در داخل مهستان هم آقای علن اساره نوشتن تشکر میکنم از شورای مدیریت مهستان بابت دعوت از جناب سلیمی، یک مهمان و سخنران درجه یک و نتیجه آن برنامه جذاب. بنابراین شما پاداش خودتون رو گرفتید آقای سلیمی از بیرون و از داخل مهستان. از التافشون. من هم از جانب شورای مدیریت مهستان از شما تشکر میکنم. اینجا خانه شماست، هر وقت که اراده بفرمایید ما در خدمتتون خواهیم بود. دوستان عزیز، برنامه امروز ما به پایان رسید. از همه شما تشکر میکنم.
انتظار دارم هر کی که میتواند این سه شنبه در جلسه داخلی مهستان هم شرکت بکنه. آقای ابتهی دعوتنامه‌های مربوطه رو خدمتتون ارسال خواهد کرد. روز و روزگار بر شما خوش. جناب دکتر، من فصل خطاب رو شما فرمودید، من از شما جناب عالی و همه عزیزان مهستان و جنبش شما سپاسگزارم. واقعا برای خودم هم خیلی یاد گرفتم امروز. امیدوارم که باز هم در خدمت شما عزیزان باشم. بی نهایت متشکرم. بدرود. پرگوهر ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بد و آینده ما نیک و جاودان. ای دشمن، ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.